السلام علیکم، سهار مو په خیر، ستړي مشي. آغاز روز درې ساعته خبرونه پیل شو. روحالمین نیازی د نور همکارانو په مرسته تر راتلونکو درې ساعتونو له تاسو سره یو. په خبرونه کې بیا هم په مختلفو موضوعاتو له خپلو میلمنو سره بحثونه لرو. د ملکی مرګ ژوبلې په هکله به هم د خبرونې په اوږدو کې بحث ولرو، او همداراز د ټاکنو اړوند موضوع، د کمیشنرانو د ټاکلو په موضوع به هم د خبرونې په اوږدو کې بحث ولرو. نیم ساعت له هرات څخه هم خبرونه لرو چې همکاران به مو له هرات څخه وړاندې کړي، او همداراز په ځینو نورو موضوعاتو د په قطر کې د طالب استاذ او امریکایي پلاوي ترمنځ د لیده کاتو پاک له هم بحث لرو. خو لومړي سره کې راځو ځینې خبري ویب سایټونو ته. دا چې په ځینې خبري ویب سایټونو کې یا ویب پاڼو کې کوم مهم موضوعات راغلي راخلم، پیل له اریانا نیوز ویب پاڼې څخه کوم. او لومړی موضوع هم د قطر د ناستې پاک راخلم. د کپ پر شپږمه د قطر په پلازمینه دوها کې د طالب او امریکایي پلاوو خبرې پیلېږي. د دوشنبه پورز د کپ پر شپږمه د قطر په پلازمینه دوها کې د طالب استازي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې پیلېږي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د قطر په غونډه کې به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهالویش، او دا چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کېږي هوکړه وشي. دغه راز د ځانمرګو او هوایي بریدونو او چاپو د درولو مسله هم د خبرو په اجنډا کې راځي، او په اوربان به هم فکر وشي. د طالبانو د واکمنۍ د امر بالمعروف رئیس مولوی قلم الدین وایي هغه څه چې په تیرو ناستو کې پرې بشپړې خبرې شوې نه دي، په دې پړاو کې به پرې بحث وشي. په پای کې به وروستۍ پریکړه وشي، او یا به ورته وروستیو خبرو ته نږدې شي. سرچینې وایي چې پاکستان د طالب پلاوي څلور غړو ته له دغه هېواد قطر ته د تللو اجازه نه ده ورکړې. کسان قطر د هغو د ورلېږلو لپاره پاکستان ته یوه الوتکه لېږلې وه. سیاسي کارپو وحید مجده وایي چې پاکستان امیر خان متقی، عبداللطیف منصور، متی الحق او عبدالمنان عمری او د ملا عمر ورور ته په دغه ناسته کې د ګډون او سفر اجازه نه ده ورکړې. همدارنګه د دوهې ناسته یو برخلیک ټاکونکي ناسته ګڼل شوې، او آن امریکا او طالبانو ترمنځ وروستی ګام ښودل شوی، او ویل کېږي چې د دوهې دغه ناستې ته غوره شوی مشر ملا برادر هم د قطر دوهې ته رسیدلی دی. حکومت ویلي چې د دوهې د ناستې په خبرو کې به د افغانستان د حکومت پر ګډولو هم خبرې وشي. د مدني ټولنو بشري حقوقو شبکې رئیس نعیم نظری وایي چې طالبانو د سیمې هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان حکومت ډیر لوړ ونه ګڼل شي، او له نورو سیاسي بهیرونو ټولنو سره خبرې اترې ولري. دا یادونه ده چې دا ځل هم د افغانستان د حکومت استازي ناستې ته بلل شوي نه دي، خو ولسمشري ویلي که له طالبانو شین څراغ ولیدل شو نو دغې ناستې ته به خپل پلاوی ولیږي. او بیا هم په آریانا نیوز ویبپاڼه کې تمیږم ولسمشر غني ویلي په افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ پلمه نشته. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې زه ډاډه یم چې سوله راځي، ځکه په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یکشنبه په ورځ د سوداګریزو توکو د لومړنۍ جوپې د پرانیستې د مراسمو لپاره نیمروز ولایت ته سفر کړی و، او په دې اړه یوې جوړې شوې ناستې ته یو ځل بیا په هیواد کې د سولې پر ټینګار څرګند کړ. ولسمشر اشرف غنی وویل په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره د وسلوالو مخالفانو لپاره هیڅ پلمه نشته، او طالبان باید د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي او له جګړې لاس واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله کیدونکې ده، او زه ډاډه یم چې جګړې غځولو ته پلمه نه ده پاتې. عالمانو په ځلونو دغه موضوع وړاندې کړي، او په مشورتي جرګه کې به ټول خلک ونډه ولري چې د سولې مالکیت هم خلکو ته وسپارل شي. له بلې خوا ولسمشر محمد اشرف غني پر ټاکلي وخت د ولسمشریزو ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار وکړ، او څرګنده یې کړه چې د ټاکنو په بهیر کې هیڅ دولتي او
حکومتي بنسټ د لاسوهنې حق نه لري او خپل بی طرفي به وساتي. د غراز ولسمشر غنی ټینګار کوي د سترو برنامو عملی کول د حکومت د کارونو لومړیتوب دی چې هیواد له ستونزو سره مخ نه شي او له دغو برنامو خلک هم باید ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د آریانا نیوز او د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نظر پوښتنې په ډاګه کړې چې خلک سولې ته تږي دي او سوله له ټاکنو غوره بولي. او بیا هم په آریانا نیوز کې تمیږم د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې په هکله هم غواړم چې یوه موضوع راواخلم. یونما په افغانستان کې د ولسی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په تیر میلادي کال کې له 3000 ډېر ولسی وګړي وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. د ملکی تلفاتو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یا یونما کلنی راپور کې راغلی شي په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچا د 2013 کال په پرتله 15% لوړه شوې ده. یونما د 2013 کال د ملکی تلفاتو په راپور کې چې د یکشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې تیر کال د وسلوالو شخړو په پایله کې 1993 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله وخت چې 3000 ملکی وګړي په جګړو او نامنویو په نورو پیښو کې وژل شوي او 1190 نور ټپیان شوي دي. یونما د ملکی افغانانو د 63% مرګ ژوبلې مسؤلیت د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو په غاړه اچولی او ویلي دي چې 30% کې طالبانو، 40% کې داعش، 40% کې نامعلومو دولت ضد عناصرو، 40% کې افغان ځواکونو، 40% کې نړیوالو سرتیرو او 40% کې دولت پلو وسلوالو ډلو ته منسوب شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رئیس ریچارد بنت وای چې د ځانمرګ بریدونو او هوایي بریدونو د زیاتوالي له کبله د ملکی تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې هوایي بریدونه او ځانمرګي بریدونه ډېر شوي او موږ یې اندېښمن کړي یو. د تیر کال د ملکی تلفاتو 925 ماشومان، 350 میرمنې وژل شوي او 2015 ماشومان او 302 میرمنې ټپیان شوي دي. یونما د جګړې ښکېلو غاړو ته سپارښتنه کړې چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره نړیوالو منل شویو اصولو او نافذه قوانینو ته درناوی وکړي او خپل پوځي عملیات داسې پلان کړي چې پکې ملکی وګړو ته زیان ونه رسیږي. طالبانو هماهله د ملګرو ملتونو د دغه راپور په اړه په خپل غبرګون کې څرګنده کړې چې دغه راپور غرضي دی او طالبانو ته پکې د 30% ملکی زیانونو نسبت شوی دی. او بیا هم تمیږم په آریانا نیوز پاڼه کې آریانا نیوز د نظر پوښتنې پاک لم غواړم چې یو موضوع راواخلم. د آریانا نیوز د نظر پوښتنې پایله سولې ته د خلکو اړتیا ښکارندوی کوي. د ټاکنو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي آریانا نیوز او د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نظر پوښتنې په ډاګه کړې چې خلک سولې ته تږي دي. آریانا نیوز د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یا نه په ملاتړ په افغانستان کې د سولې او ټاکنو په اړه نظر پوښتنه وکړه چې په پایله کې د پوښتل شویو کسانو 90% کې د ټاکنو په پرتله سولې ته لومړیتوب ورکړ. د ټاکنو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي چې آریانا نیوز د نظر پوښتنې پایلې د دې ښکارندوی کوي چې افغانان سولې ته تږي او له ټاکنو سوله غوره بولي. د افغانستان د ټاکنو سار بنسټ غړی حبیب شینواری وایي چې که په رښتیا سوله تلپاتې وي باید ټاکنې ترې قربان کړو، خو که سوله نه راځي اساسي قانون باید پلی او ټاکنې ترسره شي. د نظر خاوندان وایي چې له ټاکنو وړاندې د جګړې ښکېلې خواوې باید د سولې لپاره هوکړه وکړي او بیا ټاکنو ته زمینه برابره کړي.
سیاسی کارپو حکمت الله شهباز ویلی که سوله کیږي باید ژر تر ژره وشي چې طالبان هم ټاکنو ته خپل نمایندان ولري او که طالبان سوله نه کوي بیا غوره دا ده چې ټاکنې ترسره شي. ځینې نور بنسټونه بیا وایي چې ټاکنې یو ډیموکراتیک بهیر دی او باید له سولې سره ونه تړل شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید څرګنده کړه چې د یو اصلاح شوي میکانیزم له مخې دې ټاکنې وشي او ټاکنیزې ډلې دې د سیالۍ ډګر ته راووځي، ځکه ټاکنې په هیواد کې د سولې د رامنځته کولو یوازینۍ لار ده. آریانا نیوز په نظر پوښتنه کې چې د نوې ادارې په ملاتړ ترسره شوي پوښتل شویو خلکو څخه غوښتي چې له ټاکنو مخکې په بخنۍ سره پوښتل شویو خلکو غوښتي چې له ټاکنو مخکې باید ښکېلې خواوې د سولې لپاره هوکړې ته ورسیږي. او بیا هم په آریانا نیوز کې تمیږم، یو وروستۍ موضوع هم راخلم. اقتصادي موضوع ده، د چابهار له لارې د سوداګریزو توکو لومړنۍ جوپه هند ته ولیږل شوه. که څه هم افغانستان په تیرو څو کلونو کې له دې بندر سره نښلول شوی، خو د لومړي ځل لپاره د سوداګریزو توکو لومړۍ جوپه په 23 کانتینرونو کې له نیمروز ولایت څخه چابهار بندر ته ولیږل شوه چې هند ته صادر شي. د افغانستان ولسمشر نیمروز ولایت ته په خپل سفر کې څرګنده کړه چې چابهار د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په زیاتوالي کې مناسب بندر دی او افغانستان د آسیا پر څلور لارې بدل شوی دی. ولسمشر غنی ویلي افغانستان یو واردونکی هیواد و، اوس د بدلون په حال کې دی او د آسیا پر څلور لارې بدل شوی دی. ولسمشر دا ټینګار هم کړی چې د هیواد صادرات په تیر یو کال کې یو میلیارد ډالر ته لوړ شوي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به دغه کچه دوه برابره شي. په افغانستان کې د ایران او د هند سفیران چې له ولسمشر سره په دغه سفر کې ملګري وه څرګندوي چې چابهار په سیمه کې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره مناسب بندر دی. د ایران سفیر احمد رضا بهرامی ویلي چې دغه جشن پیام سیمه ایز ګډون او د سیمې هیوادونو نښلول دي. دغه راز له سیمه ایزې سیالۍ د ځان ژغورنې تر څنګ د سیمه ایزو هیوادونو ښکېلتیا د دې بندر وړتیاوې ښې کړي او نورې برخې به یې هم پراخې شي. دغه راز د سیمې مرکزي آسیا د راتلونکي لپاره ده. په افغانستان کې د هند سفیر وینی کومار هم د چابهار بندر له لارې د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې د سیمې د هیوادونو ونډه وستایله او وایي چې چابهار د سیمې د هیوادونو هند ترمنځ د اړیکو نښلوونکی دی او لومړی ځل دی چې د افغانستان سوداګریز توکي له دې لارې هند ته لیږدول کیږي. د ټولګټو وزیر وایي چې پر چابهار بندر د افغانستان 150 شرکتونو پانګونه کړې ده. د ټولګټ وزیر یما یاری زیاتوي د لومړي ځل لپاره د سوداګریزو توکو لومړۍ جوپه په 23 کانتینرونو کې چې د نورو سوداګریزو توکو په ګډون پکې می او تالک ډبرې بار دي له چابهار بندر څخه هند ته ولیږدول شول. دا نوموړې د څرګندونو له مخې چابهار د سیمې د سوداګرۍ لپاره نوی فصل پرانیستی او له ترانزیټي انحصار څخه د افغانستان په ژغورنه کې مرسته کوي. له دې وړاندې افغانستان د لاجورد له لارې د اروپا له بازارونو سره ونښلول شو، خو چابهار بندر د هیواد د صادراتو لپاره تر ټولو ښه او ارزانه لار ده. اوس هم راځم د ازادي راډیو پښتو ویبپاڼې ته. له دغه ویبپاڼې هم غواړم چې ځینې موضوعات راواخلم. لومړی موضوع د لوبو له ډګره غواړم راواخلم، هغه هم د کرکټ په هکله. افغانستان کرکټ ملي لوبډلۍ له آیرلینډ څخه دریمه لوبه هم وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلۍ په دریمه شلوریزه لوبه کې آیرلینډ لوبډلۍ ته ماتې ورکړه. افغانستان کرکټ ملي لوبډلۍ د آیرلینډ ملي لوبډلۍ ته 211 منډې هدف وټاکه، خو آیرلینډ په شلو اورونو کې د 178 منډو په ترلاسه کولو سره چې اته لوبغاړي سوځېدلي وه ونه شو کولی دغه هدف ترلاسه کړي. د آیرلینډ ملي لوبډلۍ د دغې لوبې په چوه ګټله او د افغان لوبډلۍ ته د توپ وهنې بلنه ورکړه.
چې افغان لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې د وو لوبغاړو په سوځیدلو سره مقابلې لوبډلې ته 211 منډو ستر هدف وټاکه. په افغان لوبغاړو کې نبی ساحل تر ټولو ښه لوبه وکړه او په کمو توپونو 1 منډې وکړې. نبی د دغه لوبو غوره لوبغاړی هم وټاکل شو. او بیا هم تمیګم په ازادي راډیو پښتو پانه کې له دغه وی پانه غواړم چې یو بل موضوع هم راواخلم. هغه دا چې ملي امنیت شورا ویلي د جګړې د بڼې په بدلونو د ملکی تلفاتو په کمیدو کار روان دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي په جګړو کې د ملکی کسانو د تلفاتو لامل وسلوال مخالفین دي، ځکه چې دوی د جګړو پر مهال د ملکی کسانو له کورونو، جوماتونو او داسې نورو ځایونو ګټه اخلي. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له خپرېدلو سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د جنګ کولو د طریقې د بدلولو لپاره جدي کار روان دی او دا طریقه به وکړی شي چې د جنګ پر مهال ملکی تلفات کم کړي. د دغه شورا ویان طارق آریان په دې اړه وویل، موږ خپلو خلکو ته ډاډ ورکوو چې د جنګ د طریقې د بدلولو لپاره په منظمو لارو کار کوو. دا طریقه د دښمن په پیژندلو، ځپلو او د ملکی تلفاتو له کمولو سره مرسته کوي. خلک دې ډاډمن وي چې هره داسې پیښه چې رامنځته کیږي زموږ جدي پام ورته شته. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان مخکې تر دې هم د افغانستان په روانو جنګونو کې د ملکی تلفاتو په اړه راپورونه خپاره کړل چې په اکثرو کې زیاتوالی ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان په تازه راپور کې چې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د بشري حقوقو د څانګې رئیس ریچارد بنت خبر کړی راغلی چې په دغه هیواد کې د 2013 میلادي کال په پرتله په 2013 کې په ملکی تلفاتو کې 11% زیاتوالی راغلی دی. راپور وایي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 3,304 ملکی کسان وژل شوي چې 3% مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو پر غاړه دی. په راپور کې دا هم راغلی چې په دغه وژنو کې وسلوال طالبان 30% داعش ډله 40% افغان امنیتی ځواکونه 14% او بیلابیل مخالف وسلوالې ډلې 6% لاس لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی کسانو پر تلفاتو اندېښنه ښیي او وایي په جګړو کې د ملکی کسانو د تلفاتو لامل په نښتو کې د ښکېلو اړخونو لخوا د جګړې د نړیوالو اصولو نه مراتول دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی وویل، په وروستیو کې چې هوایی بریدونه او شپنی عملیات کیږي ملکی کسانو ته پکې تلفات اوړي. زموږ غوښتنه ده چې دولت، نړیواله ټولنه او وسلوال مخالفین دې مسلې ته جدي پام وکړي چې د جګړې اصول او قواعد پلي او ملکی کسان قرباني نشي. دا لومړی ځل نه ده چې د افغانستان په روانو جګړو کې د ملکی تلفاتو په اړه راپورونه خپرېږي او اندېښنې زیږوي، بلکې په خوار تر دې هم د هیواد په نامنو سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکی کسان وژل شوي دي. په وروستیو څو کلونو کې د ننګرهار، کونړ، بغلان او ځینو نورو شمالي ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ د افغان ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتو کې د ملکی کسانو د تلفاتو شاهدانې وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او اوس هم راځم بی بی سی پښتو ویبپاڼې ته. له دغه ویبپاڼې هم غواړم چې ځینې موضوعات راواخلم. لومړی موضوع دا راخلم له بی بی سی پښتو ویبپاڼې چې طالب مشر ملا غنی برادر قطر ته رسیدلی دی. بی بی سی ته سرچینو ویلي چې د طالبانو مهم مشر او په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوی ټاکل شوی مشر ملا عبدالغنی برادر اخوند یکشنبه د فبروري پر 24 نیټه قطر ته رسیدلی. طالبانو تر دې دمه د دې خبرې پخلی نه دی کړی، خو رپورټونه وایي چې ملا برادر له اسلام آباد نه په یو ځانګړي الوتکه کې دوهې ته تللی دی. طالبانو یو پخوانی چارواکي اکبر اغا هم بی بی سی ته ویلي چې ملا برادر دوهې ته رسیدلی دی. اکبر اغا وایي تمه ده چې ملا غنی برادر به
د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مذاکراتي ټیم او د امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو په تازه پړاو کې ګډون وکړي. د هغه په وینا داسې تمه شته چې دا ځل دواړه خواوې ځینې مهمې پریکړې هم وکړي. اکبر هغه وایي د ده معلومات ښیي چې ملا برادر په افغاني پاسپورت قطر ته تللی. دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه د طالبانو او د مذاکراتي ټیم او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو بل پړاو پیلېږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دې خبرو ایجنډا په افغانستان کې د بهرنیانو اشغال ختمول او د افغانستان له خاورې بل چاته ضرر نه متوجه کول دي. نوموړي بی بی سي ته وویل چې قطر ته د ملا برادر د تګ په اړه څه نشي ویلی او په دې اړه به معلومات ورکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په خپله ملا برادر رښتیا هم له امریکایانو سره په مخامخ خبرو کې ګډون کوي او که نه، خو طالبانو تېره اونۍ ویلي وو چې نوموړی د مذاکراتي ټیم غړی نه دی او که په خبرو کې ګډون کوي نو باید د امریکا له لورې هم د ده د کچ یو چارواکی په خبرو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي وو د امریکا لخوا مرکچی پلاوی په هغه کچه کې نه دی چې ملا برادر ورسره خبرو ته کینی. طالبانو بی بی سی ته زیاته کړې وه چې د سولې په راتلونکې غونډه کې لازنس حقانی پرته د دوی د نوي ټاکل شوي پلاوی ټول غړي ګډون کوي. بل ورته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي معلومات ښیي چې د غونډې د سر موضوع به د ملګرو ملتونو له تور لیسته د یو شمېر لوړپوړو طالب چارواکو د نومونو ایستل وي. د دې شورا د اجرایه حیات غړی او سلاکار عبدالحکیم مجاهد وایي جوړېدونکې غونډه به هم د طالب او امریکایي استازو بحثونه وروستۍ نه شي. امریکایي پلاوي سره د طالبانو د استازو د خبرو مشري د دغه ډلې د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس ستانکزی کوي. او همدې سره د خبرونې لومړۍ دغه برخه پای ته رسوو. برنامه دختر سلام و صبحتان بخیر. امیدوار هستم در هر کنار گوشه جهان که هستین یک صبح خوب و خوش را در کنار خانواده و فامیل محترم آغازگر بوده باشین. در ادامه برنامه آغاز روز از آریانا نیوز من به سر جای هستم. نزدیک به 4000 غیر نظامی در سال گذشته میلادی جان باختند. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان در گزارش تلفات سالانه غیر نظامیان گفته است که در این سال بیش از 7000 تن دیگر زخم برداشته و در میان کشته شدگان نزدیک به 1000 تن آنان کودکان اند. به اساس این گزارش 63% این تلفات از سوی مخالفان مسلح و 24% آن از سوی نیروهای طرفدار دولت افغانستان صورت گرفته است. در همین حال شورای امنیت ملی گروه طالبان درگیر جنگ را عامل اصلی تلفات ملکی دانسته و تاکید دارد که روی طرح جلوگیری از تلفات ملکی کار کنند. برای بحث بیشتر در این مورد خانم لطیفه سلطانی مسئول بخش حمایت حقوق زنان و اطفال کمیسیون حقوق بشر افغانستان در استودیو با خود داریم. سلام خانم سلطانی، به شما خوش آمدید به برنامه. خانم سلطانی، میشه که در نخست بگویید یافته های حقوق بشر نشان دهنده چی است از این تلفات غیر نظامیان؟ بسم الله الرحمن الرحیم، صبح شما بخیر و همچنان درود به بینندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم. گزارش کمیسیون مستقر حقوق بشر افغانستان مبنی بر تلفات غیر نظامیان خب همه ساله نشر میشه، البته مطابق سال میلادی که یک کمی فاصله مانده، ولی یافته های ابتدایی کمیسیون حقوق بشر با دفتر سازمان ملل متحد تفاوتی بسیار کمی داره و در کل نفس تلفات غیر نظامیان نگران کننده هست. متاسفانه که طرف های درگیر در زمان جنگ بدون که قوانین حقوق بشر دوستانه را اینا رعایت بکنند دست به همچه حملات میزنند. و شما میدانیم که مطابق قوانین طرف های درگیر جنگ، چی جنگ یا منازعه داخلی باشه چی بین المللی باشه، یعنی صرف بالای تاسیسات و اماکن نظامی میتونن که مربوط همدیگر مورد هدف قرار بیتن. خب اما اینا نمیتونن که در این تلفات کی دستار گروه های مخالفان و مسلح دولت یا دولت داعش، کدام گروه بیشتر در این تلفات غیر نظامی نقش اساسی داره؟ خب این معلوم است که مخالفین مسلح دولت افغانستان فیصدی بالایی را اینا به خود اختصاص میتن به عنوان عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در افغانستان و اینا برخلاف اصول و پرنسپ های بشر دوستانه همیشه از مواد و تجهیزاتی که در قوانین حقوق بشر دوستانه ممنوع قرار داده شده
استفاده میکنن و دست به حملات میزنن که منتج به قضایای جنایت جنگی میشه و به همچو حملاتی شما میدانیم که اساسنامه آی سی سی هم جنایت ضد بشری میگن و همیشه متاسفانه اتفاقاتی که از جانب بیشتر مخالفین مسلح دولت افغانستان به وقوع میپیونده، البته مقدار از جانب طرف های دولت هم هستن، حامیان دولت افغانستان، اما به تناسب مخالفین فیصدی کمتر را اینا به خود اختصاص میتن و متاسفانه در این میان غیر نظامیان و به صورت مشخصتر زنان و اطفال بیشتر قربانی همچون موزلات هستند که از اثر انفجار ماینه های کنار جاده و همچنان درگیری های مستقیمی که میانی دو طرف به وقوع میپیونده، اطفال بیشتر جانشان را از دست میدن، اینا بیشتر مجروح میشن و متاسفانه که در شرایط جنگی در جاهایی که امنیت نباشه و پرسش نباشه و همچنان مردم از دسترسی به عدالت محروم باشن یا دسترسی محدودی به عدالت داشته باشن، بیشتر اطفال و زنان قربانیان اصلی این حملات هستند. مطابق قوانین شما میدانیم که هیچ غیر نظامی رو نمیتونه که اینا مورد هدف قرار بدن. حتی کسانی که مستقیم درگیر جنگ هستند، در زمان جنگ اینا اگر مجروح میشن دست از جنگ میکشن و یا هم تسلیم میشن، دوباره اینا باز هم نمیشه که مورد هدف قرار بگیره. یا مثلا طرف های درگیر جنگ، در زمان جنگ اگر یکی پیروز میشن، باقی افرادی که در صحنه اینا بیدفاع میمانن و نمیتونن فرار بکنن هم اینا نمیتونه که مورد به اصطلاح بازپرس یا مورد بدرفتاری ها قرار بگیره. و همچنان در قوانین حقوق بشر داستان خوب با جزئیات بیشتر بیان شده که متاسفانه در جریان منازعات مسلحانه در افغانستان مورد خیلی کمی رعایت شده، یعنی اکثر مورد قوانین حقوق بشر داستان رعایت نمیشه از طرف های درگیر جنگ، به خصوص مخالفین مسلح دولت افغانستان. بررسی های کمیسیون در سالهای اخیر نشان میده که فیصدی عاملینی که همچون حملات را انجام میتن و بیشتر باعث تلفات غیر نظامیان میشن، فیصدی که مربوط طالبان میشن یک کمی کاهش پیدا کرده، در کنارش گروه دیگه تروریستی به نام داعش اضافه شده و همچنان یک فیصدی هم اصلا نامعلوم هست. و در کنار این مسائل ترور هست، قطع های زنجیره‌ای هست، اینا موارد هستند که بیشتر غیر نظامیان آسیب میزنن. این مورد تنها در ساحات جنگی نیست که طرف های درگیر جنگ اینا عملا درگیر هستن. خب شما ذکر کردین که بیشتر تلفات غیر نظامیان از طریق گروه مخالفان مسلح مثل طالبان بوده. چه فکر میکنین بیشتر در اینجا کی نقش داشته؟ چرا به جایی که کاهش یا به افزایش یافته؟ البته در سالهای قدیم یعنی در حدود 80 چند فیصد بود، زمانی که گروه تروریستی به نام داعش تا هنوز هم یعنی بین زنا ایجاد نشده بود، اما در سال گذشته که ما ارزیابی کردیم هم در حدود 60 و چند فیصد عامل تلفات غیر نظامی مربوط گروه طالبان بود و فیصدی را گروه داعش به خود اختصاص داده بودند، هم یک فیصدی به صورت نامشخص صورت گرفته بود. یعنی اینا خب گروه های مشخص دیگه تحت نام داعش و گروه حقانی در کنار زیاد به وجود می آید که همین فسادی یکمی تقسیم میشه و یعنی بار مسئولیت گروه طالبان در این صحنه کاهش پیدا میکنه. گرچه شما میبینین که در اواخر موضع‌گیری ها و مقاومت از جانب طالبان هم صورت میگیره، در زمانی که حملات تروریستی صورت میگیره طالبان میگه هدف ما غیر نظامی نبودم، یعنی یک مقدار انعطاف پذیر اینا هم در مقابل قوانین بشر دوستانه به صورت تیوریک پیدا کردن، اما به صورت عملی نخیر. یعنی ما هنوز هم در یک کشور زندگی میکنیم که در حال جنگ هست، هنوز هم اینا در نقاط دوردست افغانستان دست به محاکم صحرایی میزنن، دست به قتل های زنجیره‌ای میزنن، اینا در شهرهایی که مردم رفت آمد میکنن از یک ولایت به ولایت دیگر یا از ولایت خودشان به کابل می آیند، هنوز هم از جانب گروه های تروریستی در افغانستان و مخالفین مسلح دولت افغانستان اینا مورد مزاحمت قرار می گیرند. به عنوان مثال شما ولسوالی های
جغری مالستان و ناور شما شاهد هستین در ولایت غزنی، با وجودی که یک ولایت ناامن هست و در سایر ولسوالی های ولایت غزنی هم امنیت نیست، اما شارهای این ولسوالی ها عملا برای مردم عامه بسته است و هیچ کسی نمیتونه که از راه نزدیک و یعنی رفت آمد بکنه با کابل و برشان سهولت ایجاد شود. جدا از این مناطق، مناطق بسیار زیادی دیگه ای هستند که در افغانستان که مشکلاتی در مسیر شارا و عبور مرور مسافرین وجود داره، مردم میترسن، پلیس که اصلا رفت آمد نمیتونه چون که بنا پلیس نیروهای امنیتی دشمنشان فکر میکنن. اما مردم عامه هم مشکلات زیادی داره در این راستا که این خلاف قوانین هست و خلاف نرم های بین المللی و قواعد جنگی هست که باید طرف های درگیر مراعات بکنن. همچنان شما در جریان صحبت های خود ذکر کردین که بیشتر تلفات بانوان، خانم ها و همچنان کودکان هستن، اطفال هستن. یافته های دقیق شما آمارشان چقدر است از اطفال و همچنان خانمان؟ شما میدونید که چندی قبل کمیسیون تحقیق ملی رو هم انجام دادن در رابطه با آمار دقیقی مشخصا ببین، و ما مدت 9 سالی که تحقیق کردیم، یعنی به صورت کل به شما بگویم به تعداد 64 هزار نفر کشته و زخمی که داشتن 17 فیصدشان اطفال تشکیل میدادن و 5% فیصدشان زنان تشکیل میدادن، که فیصدی تلفات اطفال نسبت به زنان هم بیشتر بودن چون میزان آسیب پذیری اطفال بیشتر هست متاسفانه در ساحات جنگی. یعنی اطفال تنها به صورت مستقیم قربانی حملات و حملات تروریستی و همچنان منازعات مسلحانه در افغانستان نیست، حملاتی که از جانب مخالفین مسلح دولت افغانستان صورت میگیره، حتی فعالیت هایی که از جانب حامیان دولت صورت میگیره هم اطفال افغانستان و زنان به نحوی اینا قربانی هستند. مثلا در انجام حملات هوایی بر تسخیر و پاکسازی محلات که اینا میخواین بازپسگیری کنن از مخالفین مسلح دولت هم اطفال و زنان قربانی هستند. یعنی به صورت کامل و کافی هنوز هم هماهنگی میان نیروهای حامی دولت افغانستان و مردم افغانستان در نقاط دوردست افغانستان، در جاهایی که اینا برای تسخیر و بازپسگیری مناطقشان، مناطق کار میکنن، مناطق که تحت تصرف مخالفین در آمده، هنوز وجود نداره. خب علت چی است؟ مشکل اساسی در کجاست که هماهنگی بین نیروها وجود نداره؟ چه فکر میکنید؟ یک مشکلی هست که تا جایی که ما بررسی کردیم، خب دلیل عمدهش همیست که ناهماهنگی نمیکنن و یک چیز مشکل که شما بررسی کردیم، مشکل عمده در چی بوده؟ مشکل عمده به صورت مشخصا نمی هستن که مخالفین مسلح دولت افغانستان بیشتر مردم اینا سپر قرار میدن. زمانی که در خانه های مردم اینا جا پیدا میکنن یا در یک منطقه محله در مسجدی اینا چی میکنن، اصلا به مردم اجازه نمیتن که یا از خانه هایشان براین یا مناطق ترک بکنن. و اینو اخطار میدن که باید در منطقه بمونن. شما از این گروه های درگیر چی است؟ چون وقت برنامه ما بسیار کم است. خواست شما، خواست حقوق بشر، خواست حقوق بشر از دو طرف درگیر مشخص از طرف های درگیر جنگ همی هست که قوانین و پرنسپ های جنگ اینو باید در نظر بگیرن. نرم های بین المللی بشر دوستانه به صورت واضح و مشخص بیان کرده که در زمان جنگ اینا هیچ حقی نداره و جوازی اصلا نداره که اینا بالای اماکن تاسیسات غیر نظامیان اینا حمله ور میشن. تشکر خانم لطیفه سلطانی، مسئول بخش حمایت حقوق زنان و اطفال کمیسیون حقوق بشر در افغانستان. ممنون از حضورتان در برنامه. به هم خرغلاس تلدی مشای لوی سرنوالی وایي چې د ټاکنو د پخوانیو کمیشنرانو دوسیه تقریبا وروستي پړاو ته رسېدلې. لوی سرنوالی دا هم ویلي چې دغه دوسیه چون وخته ځکه زیات اړتیا لري تر څو په دقت سره دغه دوسیه د یا د کمیشنرانو یا د پخوانیو رئیسانو قضیه وڅېړل شي. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې لوی سرنوالی به وکولی شي په درسته توګه په شفاف ډول هغه څوک چې ملامت وي، هغه څوک چې سلامت وي، هغه سره جدا کړي وکولی شي چې د خلکو هغه تلل اعتبار په ټاکنو باندې د ټاکنو په پروسه باندې بیرته لاس راوړي. له بلې خوا نوي کمیشنرانو لپاره هم ځینو سیاسي جریانونو، ځینو حزبونو، ځینو مدني ټولنو یو لیس یا ځینې افراد معرفي کړي. ولسمشرۍ ماڼۍ ته له هغې وروسته به بیا کمیشنران ټاکل کیږي. له بلې خوا موږ تاسو شاهدانو چې د ولسي جرګې د ځینو ولایتونو وروستۍ پیلې لا هم ځنډیدلې. په همدغه ټولو موضوعاتو بحث لرو په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو د بنسټ د خپرونو مسؤول یا د برنامو مسؤول ښاغلی نعیم ازغري میلمه ده. له ښاغلي ازغري سره به په همدغو موضوعاتو بحث ولرو.
خغل از غری ډیره مننه کور مودان نازل تاسو خی وو یا د فیفا معلومات سړي دغه قضیه کوم زی تر رسیدلې فکر کوي چې په شفاف ډول به وسیل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بینندگان تلویزیون شما. البته بحث رسیدگی به پرونده های کمیشنرهای کمیسیون های انتخاباتی یک بحث بسیار جدی هست، با وجود که اونها ممنوع الخروج هم اعلان شده، اما این پروسه تا فعلا در رابطه با پیشرفت در این پروسه متاسفانه لوئیس آرنوالی معلومات دقیق ارائه نمی کنند. اونا تنها میگه که پیشرفت ها صورت گرفته، اما قسمی که دیده میشه پروسه انتخابات یک پروسه است که در یک زمان معین و مشخص باید از تمام کارها به او رسیدگی شود، و از طرف دیگر هر قدر که پروسه طویل شود، پروسه عدلی و قضایی هر قدر که طویل شود، به مو اندازه فرصت از این بیشتر میشه که نتایج انتخابات ولسی جرگه اعلان شود. و بحث دومی که واضح است که در پروسه انتخابات تنها کمیشنرهای کمیسیون های انتخاباتی در روز دخیل نبودند، بلکه رده های مختلف در سطح دارالانشا و دفاتر ولایتی هم افرادی است که در این فساد و در این جرایم انتخاباتی دخیل بودند. اگر این پرونده ها تنها در قسمت کمیشنرهای کمیسیون انتخاباتی اینقدر با تاخیرها مواجه شود، واضح است که این پروسه بیشتر به تاخیر بعد از او رده های دیگه افرادی که در کمیسیون های انتخاباتی به جرایم متهم هستند، اونا هم شناسایی شدن زمان گیر میشه، و این پروسه یعنی ماها و زیاد را در بر خواهد گرفت. خوب است که لوئیس آرنوالی اول خود در قسمت ارائه معلومات به مردم افغانستان در رابطه با پیشرفت کارها یک سلسله کارا را روی دست بگیره، مخصوصا به نهادهای ناظر و نهادهای مدنی معلومات های خود ارائه بکنه و به رسانه ها. و بحث دومی که این کمیته باید است یعنی یک اولویت کاری بر لوئیس آرنوالی باشه، به خاطر از اینکه به خاطر یک پروسه ملی است و انقریب انتخابات ریاست جمهوری مراحل شروع میشه، و تا وقتی که پرونده ها بررسی نشه، افراد شناسایی نشه در رده های مختلف کمیسیون های انتخاباتی، ولو که کمیشنرهای جدید هم انتخاب شوند، باز هم هنوز هم افراد وجود دارد که در خود کمیسیون، در سطوح مختلف کمیسیون، که مردم با او بی باور هستند و اونا نمیتونند که پروسه آینده را برش آمادگی بگیره، و همچنان زمان برای انتخابات ریاست جمهوری هم با تغییرهای زیاد مواجه خواهد شد. بله، خغل از غریب راضی که پدیم باز تو کدغ لمړی ځل نه ده چې داسې مثلا در ټاکنو په کمشنرانو باندې تور لګیږي یا ادا کیږي چې مثلا دوی په فساد کې ښکېلې یا لزینو کاندیدانو څخه پیسې اخیستي، خو مخکې کله داسې نه وشو چې مثلا کمشنران دي سالانه سارندوالۍ ته معرفي شي، دا غوی قضیه ده وسیل شي. څومره به خلک په دغه پروسه باندې په ټاکنو باندې هغه تلل اعتبار بیرته د خلکو رای شي چې مثلا کله که دوی محاکمه کیږي یا کله که دوی ملامت وګڼل شي خپله سزا ووینی؟ خب البته یکی از کارهایی که به خاطر اعتمادسازی بالای خود این نهاد و بالای پروسه صورت میگیره امی است که این امی اقدام فعلی است که رده های مختلف کمیسیون، یعنی کمیشنرهای کمیسیون انتخابات، کمیسیون های انتخاباتی مورد پیگرد قرار میگیرند، یعنی اصل مکافات و مجازات در اینجا تطبیق میشه. اما این هم مهم است که همونطور که در پروسه انتخابات بر علاوه که فساد و جرایم انتخاباتی وجود داشت، در اوج اعمال نفوذ سیاسی هم وجود داشت. اگر در جریان بررسی های عدلی و قضایی هم به طرف فساد بره و یایی که اعمال نفوذ سیاسی در اوجا حضور داشته باشه، واضح است که کسایی که در این پروسه جرایم انتخاباتی را انجام دادن یا ایتور نیست که تنها خودشان در اینجا دخیل بوده باشند، واضح است که رده های مختلف سیاسی هم از اینا حمایت کردند. و این کمیشنرها رو ما شما میفهمیدین که هر کدامشان از آدرس های سیاسی مشخص در کمیسیون های انتخاباتی توظیف شده بودند، و اعمال نفوذ و حمایت های از او سیاسیون هم فکر کوي چې شاید دلته لوی سرنوالی کیم زین مداخلات صورت ونیسي. خب ممکن امی که پروسه با تاخیرها مواجه میشه، ای سویزن ها به وجود میاد که شاید اعمال نفوذ سیاسی در اوجا وجود داشته باشد در قسمت بررسی امی پرونده های از این افراد، که با این تقریبا 2-3 هفته شد که این کار جریان داره، اما تا فعلا از پیشرفت اساسی که در اوج مردم واقعا مطمئن شوند که نهادهای عدلی حداقل عدلی و قضایی هم واقعا بررسی های شفاف انجام میده، واقعا امو اعتبار از بین رفته، از دست رفته
این پروسه و همچنان این نهادهای ملی را دوباره احیا میکنن، این هم مردم بالاخره باورهایشون کم میشه. هر قدر که این کار زودتر صورت بگیره، هر قدر این کار شفافتر صورت بگیره، هر قدر این کار واقعا نتیجهش منجر به این شود که یک تعداد کسایی که واقعا جرایم انتخاباتی در این پروسه انجام داده و پروسه را به بحران کشاندن، واقعا اونا معایدات جزایی بالایشون تطبیق شود، در اون صورت میتونه که هم مردم باورمند به خود این پروسه، به نهادهای ملی و همچنان به نهادهای عدلی و قضایی شوند که واقعا اونا نهادهای مستقل هستند، تحت اعمال نفوذ سیاسی و اعمال زور فشار نمیرند و واقعا برای خود انجام میتن. بله، خیلی از غری رازی که پدیم بحث رو من ډیر ټاکنې ترسره کړې، ډیر ټاکنې تجربه کړلې، یو په بل پسې ټاکنې بدترېدلې. راځي که په عواملو باندې وغږېږي، ولې مثلا دا کمشنران هم نوي ټاکل شوي وه، نوې دنده وه تر ډېره پورې دوی چې خپله دنده ترسره کړه، ولې همیشه ټاکنو کمیسیون ناکامه ثابتېږي؟ فکر کوي چې سیستم کې مشکل ده، سیاسي مداخلې دلته موجود دي، مثلا حکومت خپله نه غواړي چې قوي کسان دلته راوړي، اصلي مشکلات کوم ځکې دي؟ تماما عوامل وجود داره. یکی از عوامل همی بوده که وقتی که اصل مکافات و مجازات یک اصل است که در هر در تمام سطوح ادارات اگر تطبیق شود، واضح است که در اوجه اونمو نخستین قدم است برای سیستم سازی. وقتی که افراد که واقعا شایستگی از خود نشان میدن مکافات ببینن و افراد که شایستگی ندارن و ادارات فاسد میسازن، ملوث میسازن، اونا اگر مجازات میشدن، حالا ما به یک سیستم یعنی قادر به این میشدیم که سیستم ایجا بکنیم و در کمیسیون های انتخاباتی هم امطور بود. متاسفانه در انتخابات های مختلف ما دیدیم که مشکلات و چالش های بسیار جدی وجود داشته، فساد وجود داشته. خب در اونجا بیشتر فساد های مالی نبود، اما بیشتر اعمال نفوذ سیاسی وجود داشته، استقلالیت کمیسیون ها بیشتر آلی دست سیاسیون بوده در اونجا و پروسه ها به بحران رفته. انتخابات 2010 ما دیدیم که محکمه خاص تشکیل شد، انتخابات 2014 که اصلا به نتیجه باقی ماند، مخصوصا انتخابات ریاست جمهوری که توافق سیاسی صورت گرفت. اما در اونجا به جای از اینکه کسایی که مدیرایی که این پروسه را به بحران برده بودند، ولو که این تنها مدیرای کمیسیون انتخابات بود و یا مقامات مختلف حکومت که در این پروسه و سیاسیون که در این پروسه مداخله کرده بودن، اگر اونا در روز زمانش مورد پیگرد قرار می گرفت، بعد اصل مکافات و مجازات تطبیق می شد، او خودش امی عمل باعث از این می شد که کمیشنرهای بعدی که می آمدن، وقتی که دیده بودن بالای کمیشنرهای قبلی و یا بالای کسایی که در انتخابات قبلی به شکل از اشکال یعنی مشکلات خلق کرده بودند یا اعمال نفوذ کرده بودند یا پروسه را به بحران برده بودند، اونا مورد پیگرد قرار گرفته بودند و همچنان معایدات جزایی بالایشون تطبیق شده بود، اونا هم پاسخگو میشدند بر مردم و همچنان یک اراس میداشتند که اگر یک انتخابات خوب برگزار نکنند، واضح است که مورد پیگرد قرار میگیرند. اما دیدیم که در انتخابات گذشته 2014 یا 93 به جای از اینکه چون انتخابات نتیجه نداد، به جایی که کمیشنرا مثل که فعلا مورد پیگرد قرار میگیرند، مورد پیگرد قرار میگیرند، بلکه اونا مکافات دیدند که این خودش کمیشنرای جدید به این وادار ساخت، گفتند که اگر هر رقم انتخابات به نام برگزار کنند، واضح است که در آینده بالاخره از کمیسیون ها هم برکنار شوند، جاهای دیگه بهترتر نصب میشن، که خودش باعث از این شد که یک دلیل همی بود. و دلیل دیگه حکومت هم واضح است که بخشی از در پروسه انتخابات یک بخش اپوزیسیون است که برای احراز کرسی های نظام مبارزه میکنند و یک طرف دیگر خود دولت است که اونا هم افراد کاندیدای خود داره، بنابراین دولت هم تلاش های خود داره که افراد را وجود نصب کنند که بیشتر تحت تاثیر از او قرار بگیره و بیشتر امو خواست ها و امیال دولت در روی تطبیق بکنه و پروسه را به نفع از اونا رقم بزنه، که عوامل مختلف هم فشارهای سیاسی، هم نفوذ سیاسی، مداخله حکومت، هم عدم اراده حکومت برای یک تشکیل یک کمیسیون قوی و حمایت از یک کمیسیون قوی و حمایت از استقلالیت یک کمیسیون، و هم جناهای اپوزیسیون هم نتانستن از یک کمیسیون مستقل و یک کمیسیون
که واقعا بتانه مستقلانه و خارج از اعمال نفوذ سیاسی کارهای خود پیش ببرند، اونا هم عوامل بوده و بحث اساسی همین بوده که متاسفانه خود افرادی که در این کمیسیون ها هم نصب شده بودند، اونا به پروسه های ملی اونقدر باورمند نبودند. خصوصا یو تشویش شدل ته موجود ده، مثلا نوی کمیشنران تاکل کیږي، فکر کوي چې نوی کمیشنران به سمره وفادار وي، سمره به صادقانه په دې برخه کې کارو کې. اصلي پوښتنه ده، مثلا تاسو اشاره وکړه، مثلا 2014 ټاکنې لاغي وروسته اوس دغه د 2013 کال ټاکنې لاغي بهتر شو، اوس تضمین موجود ده چې راتلونکي ټاکنې یا د 2019 کال ولسمشري ټاکنې به په شفاف ډول ترسره شي. خب یک فرصت وجود داره که کمیسیونرهای جدیدی که توظیف میشن اونا بتانن یک کمیسیونرهای خوبی باشن در انتخابات آینده، که اگر معایدات جزایی اصل مکافات و مجازات بالای همی کمیسیونرهایی که انتخابات ولسی جرگر و بحران بردن تطبیق شوه و واقعا ایمان نفوذ سیاسی در اینجا به صورت نگره و واقعا افرادی که مجرم هستند به فساد مالی و به فسادهای مختلف اونا متهم هستند، اونا مورد پیگرد قرار بگیرن، واقعا معایدات جزایی تطبیق شوه، این کمیشنرها واضح است که باز نمیخواهند که اونا هم به این سرنوشت دچار شوند، تلاش میکنند که کار خوبی را انجام بدن و ما شاید یک انتخابات خوب در پیش روی باشیم. اگر باز هم در این پروسه عدلی و قضایی هم اعمال نفوذ سیاسی و فساد دخیل شود، بر در صورت باز هم این کمیشنرها هم مثل کمیشنرهای قبلی در انتخابات آینده ممکن با مو چالش ها را ایجاد بکنند و با مو مشکلات انتخابات ما مواجه شد. به نام خدا، سلام خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون آریانا نیوز. شما بیننده برنامه آغاز روز از استودیو هرات هستید. در این برنامه در مورد سفر رئیس جمهور غنی به ولایت نیمروز و گشایش رسمی بندر چابهار و فرستاده شدن نخستین محموله صادراتی افغانستان از طریق بندر چابهار به کشور هند صحبت میکنیم و اینجا در استودیو آقای نقیب الله رسولی، استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی رو بخاطر داریم. جناب استاد سلام بر شما، صبح شما بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه. تشکر. سلام خدمت شما و بیننده محترم شما. بسیار ممنون که تشریف آوردین. در ابتدا از اینجا با شما آغاز بکنیم که بندر چابهار چقدر میتونه برای کشور مانند افغانستان که به گونه مستقیم به آب‌های آزاد و دریا راه نداره و حالا راه‌هایی هم که ما با پاکستان داریم، مشکلات سیاسی ما گاهن با پاکستان برخی موانع ایجاد میکنه، چابهار از این راه گذر چقدر میتونه برای افغانستان اهمیت داشته باشه؟ تشکر. اجازه بدین ابتدا افتتاح رسمی بندر که واقعا از اهمیت بالای برخورداره برای تمام ملت نجیب افغانستان در چنین شرایط بحرانی تبریک بگم و این به فال نیک بگیم. بدون شک همونطور که شما یادآور شدین، افغانستان معمولا از راه های ترانزیتی پاکستان استفاده میکرد که با توجه به مشکلات سیاسی که با پاکستان داره، همیشه با مشکلات بازرگانانی که از این مسیر استفاده میکردن، همیشه با مشکلات روبرو بودن که این مشکلات برای از اینا هزینه های گزافر به بار می آورد و افتتاح از این بندر با توجه به موقعیت جغرافیایی که افغانستان داره و روابطی که با هندوستان داره و با سایر کشورها داره میتونه که از اهمیت و سزای برخوردار باشه و این اهمیت رو میتونیم که در کاهش مصارف، کاهش فاصله ها، سرمایه گذاری های محلی و همچنین ارتباطات بیشتر با سایر نقاط دنیا این اهمیت رو برجسته تر بسازیم. پیش از این برخی محموله صادراتی ما از طریق مسیر هوایی کارگو به هند انتقال پیدا کرده بود. در مقایسه با خط هوایی کارگو، خط کشتیرانی چقدر میتونه به صرفه باشه؟ معمولا از مسیرهای کارگوی هوایی وقتی از دهلیزهای هوایی که استفاده میشه، بیشتر شما کالاهای رو میتونیم به صادرات از اینا پردازیم که اینا حجم اینا کمتر و ارزش اینا بالاتره، اما کالاهایی که باید که صادر شه و اینا حجم اینا نسبت به ارزش اینا بیشتره، معمولا از لحاظ اقتصادی و از طریق مسیرهای کارگو زیاد به صرفه نیه. بنان میتونه که بیشترین کالاهایی که از بندر به طرف کشورهای دیگه صادر میشه به خصوص هندوستان، میتونه کالاهایی باشه که اینا حجم از اینا حجم کلانتر نسبت به ارزش از اونها داشته باشه، مثل این ماش که درو صادر شد یا موتالک پودر که صادر شده، اینا حجم از اینا طبیعتا نسبت به ارزش از اینا بالاتره و این نوع کالاها رو ما میتونیم با سهولت بیشتری و هزینه کمتری به
کشورهای مثل هند صادر کنیم. دید ما به عنوان کشور افغانستان به بندر چابهار تنها محدود و محصور باید به یک راه به خاطر دور زدن پاکستان باشه و رسیدن به هند، یعنی ما میتونیم از ظرفیت های چابهار فراتر از اینها استفاده کنیم و بیشتر از او به روی سرمایه گذاری کنیم؟ ابتدا اگر در سطح کوچکتر ببینیم، این فرصتیه که برای افغانستان پیش آمده، فرصتی که نادره و افغانستان همیشه در تاریخ هم خوانده و همه جا همین مسئله بوده که افغانستان ماد به خشکیه، ولی باب های بین المللی وصل شده یک بنان یک فرصت. اگر در سطح کوچک به بحث بپردازیم، بیشتر به یک زمینی برای ما فراهم ساخته که ما بتانیم ولایت مثل نیمروز و ولایت همجمار از لحاظ اقتصادی که اینا سالها به سالها با توجه به برنامه ریزی هایی که دولت های گذشته داشتن اینا به محرومیت به سر بردن، میتونیم که اینا رو به رشد اقتصادی برسونیم و این رشد اقتصادی کمک کنه به رشد اقتصادی در سطح ملی کمک کنه و طبیعتاً با رشد اقتصادی میتونه که توسعه زمینه، توسعه فراهم شه، توسعه اقتصادی و زندگی مردم در اون در همو محلات یا در همو جغرافیا متعول شه. و از طرف دیگه میتونیم سرمایه گذاری های خارجی رو جذب کنیم، شغل های بیشتری ایجاد کنیم که اینا همین در نهایت منجر میشه به رشد اقتصادی در سطح ملی خودمانه. و اما ای که ما میتونیم از این آب ها استفاده کنیم، این چگونگی از این چگونگی استفاده کردن و استفاده موثر از این وابسته به سیاست گذاری های دولت افغانستان. اگر دولت افغانستان بتونه که این سیاست گذاری ها درست انجام بده، ما میتونیم که از این مسیر برای ترانزیت کالاهای بیشتر به کشورهای بیشتر استفاده کنیم. چیزی که رئیس جمهور دیروز در سخنرانی خود اشاره کرد، گفت افغانستان به خاطر موقعیت جغرافیایی خود همواره محل مناقشه و نزاع و درگیری بین کشورهای دیگه بوده و ما تاکنون از این موقعیت جغرافیایی سود نبردیم، در حالی که افغانستان چهارراه آسیا است و ما از این موقعیت اقتصادی خود استفاده خوبی ببریم. چگونه میشه از این موقعیت جغرافیایی خود افغانستان استفاده کنیم؟ یک تحلیل و دیدگاه این است که ما با استفاده از چابهار میتونیم یک پلی باشیم بین کشورهای آسیای میانه و کشورهای جنوب آسیا تا شرق آسیا و غرب آسیا. از این دیدگاه چگونه ما میتونیم استفاده کنیم از بندر چابهار و از موقعیت جغرافیایی افغانستان؟ من موافقم با شما و رئیس جمهور و که متاسفانه ما موقعیت جغرافیایی ما همیشه یک دلیلی بوده که ما همیشه مورد تخت و تاز قرار بگیریم و این یک فرصت خوبیه. باز هم تاکید مبرو سیاست گذاری هایی که دولت چگونه میتونه از این موقعیت و از این فرصت استفاده کنه. طبیعتا هندوستان فقط نمیخواه از مسیر چابهار با افغانستان وارد معاملات و معادلات بشه و طبیعتا میخواه هندوستان به عنوان یک کشوری که سال 2020 میگن سال برای هندی ها که اینا بیرون میشن با توجه به ظرفیت های داخلی که ساختن، اینا وارد بازار بین الملل میشن و کالای هندی در حال حاضر هم در اکثریت نقاط دنیا به شکل وافری پیدا میشه در بازارهای دنیا و اینا میخواین که سال 2020 یک بوم یا یک بنوهی یک بوم اقتصادی یا انفجار اقتصادی داشته باشن در عرضه کالاهای خود و و تمام دنیا بران میخواین از این مسیر برای انتقال کالاها و ترانزیت کالاها و به آسیای مرکزی حتی به کشورهای اروپایی اینا استفاده کنن. اما ما چگونه میتونیم استفاده کنیم؟ اول که سیاست گذاری های اقتصادیه و از طرف دیگه دولت باید برای ظرفیت سازی داخلی استفاده کنه که ما بتونیم ظرفیت در داخل کشور، ظرفیت های مسلکی و تکنیکی خور بالاتر ببریم که بتونیم از این موقعیت بیشتر استفاده کنیم، کمک های خارجی بیشتر جذب کنیم تا بتونه سهولت های در بندر ایجاد کنه، کمک هایی که هم کمک های خارجی میتونه باشه هم کمک های سرمایه گذاران خارجی میتونه باشه یا سرمایه گذاران داخلی که بتونه سهولت های ایجاد کنه و کشورهای مثل هند ترجیح بدن دیگه مسیرها ترجیح بدن بندر چابهار نسبت به مسیرهای دیگه. چیزی که سفیر هند در افغانستان دیروز اشاره کرد، گفت که
تمرکز کشور هند همواره به خاطر توسعه اقتصادی افغانستان بوده و اگر امروز چابهار زمینه گشایش رسمی و فراهم میشه مربوط به اینه که ما چندین سال قبل جاده دلارام نیمروز را ساختیم، زیر ساختهای لازمه به خاطر گشایش بندر چابهار ما فراهم کردیم و پس از این هم تمرکز ما به خاطر گسترش روابط تجاری با افغانستان و توسعه اقتصادی در افغانستان هست. چگونه از این فرصت هند ما میتونیم استفاده کنیم در حالی که خب شاید پاکستان هم زیاد از این مسئله راضی نباشه؟ یک بیلانس، یک توازن ما باید بین پاکستان و هند ایجاد کنیم یا نه فقط پاکستان رو کنار بگذاریم تمرکز ما فقط به خاطر گسترش روابط با هند باشه؟ من فکر میکنم اگر برگردیم مثلا به 17 سال گذشته، در 17 سال گذشته فرصت های خیلی بیشمار برای افغانستان به وجود آمد. علتی که ما نتونستیم از این فرصت ها بیشتر استفاده کنیم و از منابعی که سرازیر شد در داخل افغانستان برای توسعه بیشتر و مثمریت بیشتر از اونها استفاده کنیم، عمده ترین دلیل از این کمبود ظرفیت ها بوده و نتونید که کمبود ظرفیت ها باعث شده که ما نتونیم رهبری کنیم و نتونیم مدیریت کنیم. حالا هم اگر میخوایم از این فرصت استفاده کنیم، این فرصتی که به قول شما سفیر هندوستان این وعده را هم داده و قبلا هم این وعده خود عملی کردن و میخوان که در افغانستان کارهای صورت بگیرن، من فکر نمی کنم که ما با عقیده ما بیایم فقط و فقط از این مسیر برای دور زدن پاکستان و آتش برافروختن بیشتر خصومت ها یا آتش افروختن بیشتر خصومت ها در مقابل پاکستان استفاده کنیم. ما به تدوین پالیسی ها، پالیسی های سیاست گذارای خارجی خود خود و پالیسی های داخلی خود میتونیم که از این فرصت ها هم در داخل استفاده کنیم و هم تامین روابط خود با پاکستان داشته باشیم. به عنوان یک کشور مستقل و به عنوان یک کشور به عنوان همسایه پاکستان، ما نمیتونیم همیشه در خصومت در مقابل پاکستان استادگی کنیم و این خصومت ادامه داشته باشه. طبیعتاً من فکر میکنم که ما ظرفیت بالایی نداریم و اگر ما بتونیم ظرفیت سازی کنیم، ما میتونیم از این فرصت ها بیشتر استفاده کنیم. و باز هم این ظرفیت سازی برمیگرده که حکومت افغانستان چی برنامه هایی داره و چگونه میتونه که از این برنامه ها استفاده کنه برای چنگ زدن به این فرصت هایی که به وجود آمده. خب اجرای شدن برنامه ها نیاز به منابع مالی هم داره، اما خب چیزی که ما در حکومت افغانستان اگر در روی کاغذ ببینیم یا یک نگاه بسیار فشرده اجمالی داشته باشیم، افغانستان، حکومت افغانستان منابع کافی به خاطر اجرای پروژه های بزرگ در اختیار نداره. ما راه لاجور در آغاز کردیم، سه کشور عضو موافقت نامه تمامی زیر ساخت های لازم رو دارن، اما خب در افغانستان عملا ما هیچ کاری انجام ندادیم. با چنین شرایط روی کاغذ ما میتونیم همین بازی ادامه بدیم، پیش ببریم که ما هیچ چیزی نداشته باشیم، کشورهای دیگه فقط بیان به خاطر ما و برای ما سرمایه گذاری کنند؟ متاسفانه یک واقعیتیه که ما منابع کافی هم نداریم و نتونستیم از فرصت ها استفاده کنیم. اما تاکید من بر روی دیگه چیزیه، از دید توسعه‌ای و انکشافی وقت شما میخواییم منابع درست استفاده کنیم، باید ظرفیت لازم رو برای از او داشته باشیم. هم بیشتر هم اشاره کردم ما در طول 17 سال منابع فراوانی در اختیار داشتیم، بی حد ما منابع داشتیم از مسیرهای متفاوتی، اما چرا نتونستیم که ما از این منابع به صورت درست استفاده کنیم؟ به دلیل عمده ترین دلیلی و نبود ظرفیت ها در بدنه حکومت و در جامعه بوده. شما اگر یک بار به بعضی از دیتابیس های جهانی که وجود داره مراجعه کنیم، به طور مثال دو تا دیتابیس خیلی عمده وجود داره به نام دک و CRS که اینا بیشتر مرتبط میشه به سازمان OECD که در اونجی ریکارد تمام کشورهای کمک کننده به یک کشور و کشورهای دریافت کننده کمک با سکتور از اون مشخصه. شما اگر بریم در اون دیتابیس به طور مثال افغانستان را انتخاب کنیم، بعد ببینیم کشورهایی که در اوره افغانستان کمک کردن و یک سکتور به طور مثال ظرفیت سازی و ارتقای ظرفیت را انتخاب کنیم، در طول 17 سال گذشته و افغانستان در همین سکتور به اندازه کمک شده که هر فروند افغانستان اگر شما به طور اوسط 30 میلیون بگیریم، اینا میتونستن دارن به بهترین دانشگاه های دنیا در سطح لیسانس، ماستری و دکترا تحصیل کنن و برگردن. اما شما بعد از 17 سال حال آمار نمیفهم چقدر دقیقه، یعنی شما 30% در جامعه افرادی داریم که اینا سواد خواندن و نوشتن دارن. این به این معنیه که ما نتونستیم منابع درست مدیریت کنیم.
و این منابع ما درست نتونستیم عمدتاً منابع مالی به دلیل کمبود ظرفیت ها در جامعه و بدنه حکومت بوده. اکثریت مواردی که در روی کاغذ در 17 سال گذشته آماد بطرح شد مواردی بودند که اینا بیشتر و بیشتر کپی شده بودند از دیگه کشورها و طبیعتاً سازگار با محیط هایی که اونا کپی شده بودند بود، اما سازگار با محیط افغانستان نبود و هیچ خیلی کم برنامه های بر اساس تحقیق ها و مطالعات تونست که برنامه ریزی شه و بعداً اجرا بشه. بنان من فکر میکنم اگر ما یک واقعیته که منابع مالی بودجه کافی نداریم و نیاز به بودجه مالی بیشتری داریم، اما اگر بودجه مالی را از هر مسیری ما بتونیم اینا رو جذب کنیم و نتونیم اینا رو درست مدیریت کنیم، بنان به نتیجه مثبت دست پیدا نمیکنیم. شاید برای افغانستان زمان ببره، ولی ابتدا با عقیده شخصی من اینه که ما باید ظرفیت سازی خور بکنیم. تمام کشورهای کار را انجام دادن. هندوستان از سالهای خیلی دور اینا به روز ظرفیت‌های داخلی خو کار میکنن، حالا میخوان که بازار بین‌الملل بیرونشن. ما یک دفعه نمیتونیم که از همه فرصت‌ها چنگ بزنیم تا که ظرفیت‌های داخلی نداشته باشیم. و یک از خواستای باشندگان نیمروز و بازرگان‌های ولایت از رئیس جمهور این بود که نیمروز به یک منطقه آزاد یک فریزون تبدیل بشه تا این مسئله باعث بشه که سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این ولایت افزایش پیدا بکنه. این ظرفیت در ولایت نیمروز میبینین شما میشه که به چنین منطقه آزاد تبدیل بشه و سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در اینجا سرمایه ها جذب بشه؟ بحث فریزون ها یک بار دیگه مطرح شده در افغانستان، دارن روی از این کار هم میکنن که فریزون ها. من خیلی زیاد موافق به ایجاد فریزون ها نیم. ایجاد فریزون ها شرایطی داره که افغانستان هنوز به اون شرایط نداره. به طور مثال تسهیلات لازم. شما مثلا به این نقل و انتقالات سبب عمده در نقل و انتقالات از دید اقتصادی. شما زمانی میتونیم از استفاده کنیم که قوانین درستی داشته باشیم، نیروی انسانی درستی داشته باشیم و تسهیلات لازم درستی داشته باشیم. اون زمان میتونیم که از نقل و انتقالات استفاده کنیم. متاسفانه ما نه قوانین درستی داریم. اگر قوانین درستی داریم تطبیق از اون نداریم، چون حاکمیت دولت ضعیفه، ظرفیت های انسانی درستی هم نداریم و از طرف دیگه زیرساخت های فیزیکی درستی هم نداریم. بنابراین این یک مثال دادم برای ایجاد فریزون ها. من فکر میکنم وقته و ما صرف اگر فریزون ایجاد کنیم تنها کشورهایی که در این مسیرها احتمالاً حاضر به سرمایه گذاری باشند، سرمایه گذاران ایرانن، سرمایه گذارهای احتمالاً چینن و اینا به هر جایی که سرمایه گذاری کردن فقط از زمین رایگان استفاده کردن بدون پرداخت کدام محصول و معافیت‌های مالیاتی و اینا. و زمانی که آمدن سرمایه گذاری کردن کارگر اون منطقه را استخدام نکردن. شما اگر به افریقا یک نظر بندازیم، به هر نقطه‌ای که چینایی ها معدن در اجاره گرفتن تمام کارگر از خود اینا شهرک ساختن و اعظم استفاده را از اون شهرک داشتن. بنان من فکر میکنم این خواست خیلی منطقی در حال حاضر نیه. یک بحثی که من میخوایم باز کنم، این فرصت برای افغانستان پیش اومده و ما کالاهای صادراتی زیاده نداریم. بازم برمیگردم به این که افغانستان از این فرصت بیشتر برای ایجاد ظرفیت ها خواه استفاده کنه که در آینده بتونه که یک دید راه بردی داشته باشه نسبت به مسئله و فقط محدود به این نشه که رئیس جمهور آمد به نیمروز 23 کانتینر رفت و دیگه برای پشت کار خود. باید که این همینچنان متداوم پیگیری شه، به صورت پایدار باشه و افغانستان از این فرصت برای ارتقای ظرفیت ها خواه و ظرفیت سازی در اون منطقه بیشتر استفاده کنه. نمونه چابهار اگر ما را لاجوردر ببینیم که چند روز پیش نخستین محمول وارداتی ترکیه هم به هرات رسید، دقیقا نمی بحث شما است، نبود ظرفیت، رانندگان با مشکلات زیاد اینها ما دوچار بودیم، از پلاک یا پلیت موتر که به نام ولایت هست و ولایت در اون کشورها به رسمیت نمیشناسن، اصلا نام افغانستان در روی شماره پلیت اونها نیست، تا مشکل ویزه، تا مشکل زبان، تا مشکل آشنایی نداشتن با قوانین ترافیکی، همه اینها مشکلاتی بود که عملا باعث شد معمولی که بعد در مدت 12 روز به ترکیه میرسید 40 روز یا بیشتر از طول کشید.
اگر در همین بحث چابهار هم حالا حکومت افغانستان میگه اگر چابهار هم برای ما مسدود بشه به دلیل شاید مشکلات سیاسی که ما با ایران داشته باشیم یا بحث تحریم های آمریکا ما را لاجورد داریم، اگر یک مقایسه بسیار فشرده داشته باشین بین چابهار و لاجورد کدام یکی میتونه بصرفه باشه برای افغانستان؟ بدون شک این بحث ظرفیت ها رو که گفتیم من میخواستم یک مثال بدم از ظرفیت ها. ما سالهای سال که افغانستان عضویت سازمان تی آی آر یا تی رو گرفته اما هیچگاه از این استفاده نکرده. عمدترین دلیل از او هم نبود ظرفیت ها بوده و این مشکلاتی که راننده ها ما در مسیر لای راجورد برخوردن به دلیل از این بوده که خب نتونستن از این سیستم به درستی از او استفاده کنن و تیر یکی از یعنی یکی از انعقاداییه که به وجود آمده به خاطر سهولت های ترانسپورت زمین. اگر بیایم چابهار و مسیر لای راجورد در با هم دیگر مقایسه کنیم خب یک راه زمینی راجورد و ما مستقیم با اروپا وصل میکنه و میتونه که سهولت های بیشتر برای ما داشته باشه، اما چابهار با توجه به تحریم هایی که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روی جمهوری اسلامی ایران وضع کرده و طبیعتاً چابهار مدود به ایران و ما صرف برای ما در سال 2016 یک توافقنامه شده که ما بتونیم با تجارت خوب به هند استفاده کنیم و فعلاً بیشتر تمرکز بر رو هنده که ما بتونیم با هندوستان معامله کنیم و ما در با هندوستان وقتی معامله میکنیم اگر بیایم تاکید کنیم برو صادرات کالا خو ما متاسفانه اونقدر کالای صادراتی نداره و اگه کالای صادراتی نداشتیم چیزا ظرفیت کمه، شاید دو یا سه بار دیگه اگر ما صادرات داشته باشیم دیگه ما صادرات کالای نداریم. اما این مسیر من ترجیح میدم این مسیر بهتره میتونه باشه و میتونه که چون کشورهایی که در این مسیر قرار دارن کشورهای بعضی ها توسعه یافته و بعضی ها رو به توسعه هن و میتونن که برای ما هم از لحاظ چگونه بگم از لحاظ مارکت های بین الملل مارکت های بهتری باشن. بنان من این مسیر ترجیح میدم که این مسیر میتونه مسیر بهتری باشه و چابهار هم به عنوان یک فرصت هست. ما اگر هم مسیر چابهار هم کراچی مسیر ترخم اینها همه زمان بر روی افغانستان مسدود باشه لاجورد یک راه بدیل و یک راه جدید به خاطر این مسئله میباشه که ما دیگه محصور نباشیم مثل گذشته و یک راه داریم برای اتصال به کشور خارجی. دقیقاً میتونه باشه و ما میتونیم که از این فرصت ها استفاده کنیم و چون وقت برنامه رو به پایان است ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم اگر یک جنبندی کلی داشته باشین مورد چابهار و آینده او برای افغانستان. ما چابهار رو به فال نیک میگیریم، یک اقدام خیلی خوبه، یک دستاورد بزرگی برای حکومت وحدت ملی اگر واقع بینانه ببینیم و اما خواسته شخص بنده همینه که دولت فقط به قول شما به افتتاح از او بسنده نکنه، برای ازی برنامه های داشته باشه که اینی بتونه به صورت متداوم و پایدار همیشه چابهار ببونه و سرمایه گذاری های بیشتر در اونجا جذب کنه، هم همزمان به زو از فرصت هایی که هم از طریق سرمایه گذاری ها به وجود میه برای ظرفیت سازی استفاده کنه تا این بتونه روند تداوم بیشتر قوت ببخشه و ما همیشه از این استفاده کنیم. خوبه که در همیت مقطعی که ما تحت فشارهای سیاسی روانی جنگهای روانی و جنگهای نیابتیم ملت هم از دستاورد حکومت حمایت کنن و فال نیک بگیرن و بتونن که دولت را حمایت کنن تا که بتونن از این ظرفیت ها بیشتر یا از این فرصت ها بیشتر استفاده کنن. بحث دیگه اینه که ما برای از این که بتونیم صادرات بیشتر داشته باشیم این صادرات ما همیشه و همیشه ما دولت باید پالیسی های بیشتر ایجاد کنیم، خصوصا پالیسی یا ختمش تجارت خارجی خود که در این ختمش تجارت خارجی مبنای و برای فرصت دادن بیشتر در ارتقای ظرفیت های داخلی هم در سطح منابع انسانی و هم تولیدات داخلی باشه. سر ممنون جناب استاد، سلامت خدا. سلام و وقتتان بخیر. باز هم به ادامه برنامه آغاز روز از آریانا نیوز خوش آمدید. رئیس جمهور و وزیر زراعت مالداری در چندین کنفرانس گفت که حکومت افغانستان تصمیم دارد که واردات گوشت و مرغ و تخم را متوقف کند تا که تولیدات داخلی را رشد کند. در این بخش چقدر سرمایه گذاری صورت گرفته بیشتر بحث میکنیم با آقای
بشیر احمد مجده رئیس اتحادیه فابریکات تولید و صنعتی مرغداری نسلی افغانستان در استودیو با ما هستند. سلام آقای مجده، به شما خوش آمدید به برنامه. آقای مجده، میشه که در نخست بگید در سر تا سر افغانستان حدوداً چقدر سرمایه گذاری شده در بخش فارم مرغداری صورت گرفته است؟ تشکر، سلامت. شما لطف کردین که ما را هم به نوبه فرصت برای ما مساعد ساختین که تا در مورد وضعیت و چگونگی مرغداری افغانستان آگاهی برای مردم افغانستان و برای مرغداران محترم عزیز افغانستان داشته باشیم. در مجموع سرمایه گذاری مرغداری افغانستان نزدیک به یک میلیارد که بیشتر از بیشتر از 960 میلیون دلار میشه در بخش صرف ماشینری ازی سرمایه گذاری شده. تقریبا مشابه به همه سرمایه برای بخش فارمای مرغداری سرمایه گذاری شده. یعنی ما در مجموع سرمایه گذاری مرغداری افغانستان نزدیک به 2 میلیارد میشه. خب آقای مجده، شما ذکر کردین که فکر میکنم کدام فابریکات مرغداری را تأسیس کردین. میشه که راجع بیشتر راجع به فابریکات بر ما توضیح بدین که چه وقت در کدام سال این فابریکات شما تأسیس کردین و چقدر در این زمینه شما فعالیت داشتین؟ اساساً حرفه و پیشه مرغداری دارای فازهای معین خود میبوده باشه که در او فازها معین میشه که تولیدگران کیها هستند، پروشتگان کیها هستند و فروشندگان کیا هستند و مصرف کنندگان کیا هستند. به او منظور مرغداری افغانستان در مجموع در تلاش ازی است که خود سکتور را به یک خودکفایی خود برسانه و در پالوی ازی مصرف گوشت مرغ را و یا کلچر مصرف گوشت مرغ را به گونه ها و شیوه های استانداردش برای افغانستان به او روش های به معیارهای عصر نوین معاصر عیار بسازه. به او خاطر برنامه های خاص را ایجاد کرده. مثلا کدام برنامه ها را ایجاد کردیم؟ ما برای بار اول برنامه اولی که ایجاد شد تقریبا هفته پیش یک اتحادیه فابریکات تولیدی صنعتی مرغداری نسلی افغانستان که در برگیرنده تماما دستگاه های چوچکشی که به نام هچری یاد میشه، فید میل ها که یعنی دانه سازی ها یاد میشه و کشتارگاه ها که مسلخ میگه میشه شما و مرغای بریدر یا نسلی که تخم گذار هستن که مبدا و منشأ اصلی مرغداری مو شما را تشکیل میده که در اینقدر زمان بدبختانه مو شما منشأ و مبداش نداشتیم. با می منظور بود که ما دست ما به کشورهای بیرونی دراز است تا نمیاله و ما چوچه مرغ یک روزی خود از بیرون تامین میکنیم. با اول لحاظ اتحادیه تاسیس شد، تمام فابریکات افغانستان از گوشه و کنار از 12 ولایت افغانستان در مرکز آمدن جمع شدن و خواستن که این اتحادیه جدید را تاسیس بکنن و بر مبنای عزمی اتحادیه به یک معرفی گرفتن هویت مرغداری و فابریکات افغانستان با مقام عالی ریاست جمهوری در مجموع ادارات دولتی افغانستان تا بتانن رای حل خود را و راهگشای خود خودشان بوده باشه. و امروزه ما در افغانستان مشکلات اساسی را که داریم خب آقای مجده، میشه که در نخست شما اول بگوین که این فابریکات که شما ذکر کردین دقیقا مشخصا بگوین چند وقت میشه که شما آغاز به کار کردین و از وقت تاسیس این فابریکات چند مدت زمان میگذره؟ بسیار این خوب سوال است. از این سالهای سال میگذره. این فابریکات یک قسمت اعظمی از این تقریبا 90% از زیر آورا یعنی دقیقا در کدام سال این فابریکات تاسیس شد؟ این فابریکات از شروع سال 2001 تا امی هکنون که ما صحبت میکنیم این فابریکات وجود داشته. پس چرا تا قسمان... تا امروز فعالیت نداشته وقتی که تاسیس بله، شده؟ بله سوال هم اینجاست. قسمان و بعضا اینا فعالیت دارن بسیار اندک در حدود 10-13% از این متبقی دیگه از این بسته و مسدود هستن. با کدام دلایل؟ به دلایل ازی بسته هستن که دو دلیل بسیار عمده است به خاطر مسدود بودن ازی فابریکات. کدام دلیل مثلا؟ دلیل اول است که افغانستان را کشورهای بیرون به عنوان مارکت اولی خود انتخاب کرده، میخواه محصولات زراعتی و مرغداری خود را به فروش برسانه که یک رقم بسیار درشت بلند است. روزانه ما تا 350 تا 400 هزار چوچه وارد افغانستان میشه که بسیار یک رقم چشمگیر است. فلهازا کشورهای بیرونی نمیخواهد که این قلم درشت را از دست بده. به او خاطر به اساس دسایس بسیار گوناگون میخواهند که این فابریکات و دستگاه های ما مورد استفاده نبوده باشه چون مارکتشان از دستشان میره.
و الحمدلله اینمی آگاهی را فابریکات ما و کمپانیای ما ایرا با درک حساسیت را که داشتن احساس کردن که ما دشمن داریم که فابریکات ما را مسدود کرده. با اول لحاظ جمع شدن آمدن این اتحادیه را تازه تشکیل کردن و میخواین که از طریق از این اتحادیه تولید خود را بالا ببرن و برنامه های خود را آماده ساختن. ما یک پرزنتیشن را هم آماده ساختیم به مشاوریت زراعتی مقام ریاست جمهوری او را ارائه کردیم و انقریبا با وزیر صاحب زراعت هم که در سفر بودن تازه آمدن با اینا هم در جریان میگذاریم. میخواهیم که تولید افغانستان در یک وضعیت بسیار خوب به خیر خوبی تا سال آینده داشته باشیم. خب شما ذکر کردین که ما دشمنی داشتیم که فابریکات را مسدود کرده بود. منظور شما از این دشمن کی است؟ اگه میشه که مشخصا واضح تر ما با وضاحت گفتم که کشورهای بیرونی از جمله کدام کشور؟ منظور ما از این همسایه های ما هستند که اینا واردات زیاد دارن برای افغانستان. مثلا کدام کشور واردات زیاد داره در افغانستان؟ ما کشور واردات بیشترین کشور چوچه یک روزه و دانه مرغ و غیره محصولات حتی ادویه‌جات از کشور پاکستان وارد میشه و یا بعضاً و قسمان از کشور ایران وارد میشه. فلهازا اینا به دو حوزه تقسیم شدن. یک قسمت طرف شرق افغانستان را یک کشور در کنترل خود گرفته تا قسمت های شمال افغانستان و شمال شرق و یک قسمت را جنوب غرب و حوزه جنوب غرب را او کشور ایران در کنترل خود داره. حتی در این ولایات واحد پولی کلدار رایج است. خب شما گفتین که این فابریکات سال 1390 تأسیس شد اما بنابر مشکلاتی که وجود داشت فعالیت نداشت و تازه به فعالیت فابریکات تازه به فعالیت شروع کرده و شما در این رشته بیشتر کدام چالش ها وجود بود در این زمینه؟ کدام چالش ها مثلا وجود داشت که فابریکه مسعود بود و تازه شروع به فعالیت کرده و در این زمینه شما خودتان چه کارهایی را انجام دادین؟ درست است. هر فابریکه که ایجاد میشه نیازمند مواد خام خود می بوده باشه. هر فابریکی که بوده باشه، نه تنها چوچه مرغ. برای فابریکات تولید چوچه مرغ مواد خامش تخم مرغ نطفه‌دار است. ما مشکل اساسی ما تخم مرغ نطفه‌دار است تا این دم که ما صحبت میکنیم. که در امیر روزایی که اتحادیه تازه ایجاد شد منظور اساسیش برای بلند بردن سطح ارتقای تخم نطفه‌دار است به افغانستان که ما تا بال ما نداشتیم. با این منظور بود که چوچه مرغ برای افغانستان وارد میشه. اینجا برنامه هایی را من میبینم که گفته میشه افغانستان از لحاظ گوشت مرغ خودکفاست، ولیکن اگر یک روز مرکز سرحد افغانستان بسته شود ما خودکفایی ما به صفر میره. ما خود ما از خود تابال میخواهیم که یک چیز را داشته باشیم، واقعا خودکفای واقعی باید بوده باشیم. و چالش دومش که چرا این سکتور بالا نرفت در سالهای قبل، البته در سالهای تازه نی که تازه رئیس جمهور افغانستان بسیار حمایت کرد این سکتور، واقعا عدم حمایت دولت از لحاظ تعرفه‌های گمرکیان بود و از لحاظ موارد قاچاقش هم است و تا امیال هم هست که ما این مشکل داریم. به طور گونه یا به طور مثال ما گفته میتونیم براتان که یک موتر مرغ را که وارد میکنن از طرف پاکستان از مرز نصف موتر محصول میشه و یا اکثرا اصلا نمیشه. او قیمتش میفته پایین. وقتی که پایین آمد به بازار به قیمت پایین عرضه شد، فابریکه افغانستان که تولید کرده در برابر از او یک رقابت ناسالم صورت میگیره، او را به قیمت پایین برای فارمدارای مرز میکنن. با اول لحاظ این فابریکات به این دو دلیل نتونست که فعالیت بکنه و حال این تصمیم گرفتن به خیر خوبی که هر دو مشکل را حل بسازن. خب آقای مجده، میشه که بگوین چقدر فارم مرغداری در افغانستان وجود داره بخصوص در ولایت ها؟ برای از یک احصایه‌گیری تا بال در افغانستان نشده. سال 1395 یک ارقام یک احصایه وجود داشت. اگر احتمالی بگوین؟ احتمالی در حدود 8 تا 10 هزار فارم مرغداری گوشتی که پرورش میکنه مرغای گوشتی را در افغانستان وجود داره. خب چرا ما وجودی که می احتمالی که شما میگین 8 تا 9 هزار فارم مرغداری که وجود داریم، چرا ما گوشت مرغ ما در کشور خودمان نباید تولید کنیم؟ چرا باید از کشورهای دیگه ما صادر بکنیم مثل ایران، مثل پاکستان و
و غیره. خب امروز تقریبا یک خوبی را داره که گوشت مرغ افغانستان اندک اندک میگیره جای خود را در مارکت احراز کرده و مردم افغانستان هم تفکیک کرده بین گوشت مصرفی بیرونی را و داخلی را. آیا تو امروز امی فارم مرغداری افغانستان توانسته که امو نیازمندی های رفع مارکت ها را برطرف بسازه؟ بسیار، در مجموع کل مارکت امروز گوشت مرغ وطنی خود ما شما مصرف میشه. حال فیصدی الحمدلله فیصدی گوشت مرغ افغانستان بالا رفته نسبت به خارجی ها، نسبت به او گوشت های یخ زده. و جای خوشی ایج است که دولت هم حال توجه میکنه، شخصا خود جلاد مواب رئیس جمهور و وزیر زراعت که سکتور مرغداری افغانستان از هر دو بزرگوار، از هر دو جنابان بسیار قلبا سپاسگزار هستند که خصوصا وزیر صاحب زراعت برای کنترل قاچاق مواد محصولات زراعتی خودش شخصا میره کنترل میکنن و این یک جای خوشی است. همچنان آقای مجدا گفته می شود که گوشت و مرغ که از کشورهای همسایه مثلا در کشور داخل کشور می شود مثل ایران و غیره میگن این گوشت و مرغ فاسد است. چرا در این زمینه وقتی که گوشت و مرغ فاسده که از کشورهای همسایه وارد افغانستان می کنند چرا در این زمینه وزارت تجارت یا وزارت زراعت در این زمینه هیچ کاری انجام نمی کند تا از این گوشت فاسد جلوگیری شود؟ یک مشکل اساسی برای کشور ما است، بدبختانه که هر کشور سرحداتش و مرزهای هواییش یک قرنطینه از خود بداشته باشه. برعکس امروز در افغانستان هم قرنطینه اصلا رعایت نمیشه. پیش از اینکه وارد شود چرا بررسی نمیشه آیا هم گوشت مرغ که از ایران یا پاکستان یا کشورهای دیگه که وارد افغانستان میشه آیا او صحی است یا نیست، آیا با کیفیت است یا نیست، مثلا قسمی که گفته میشود که فاسد است؟ اول مطمئن باید مطمئن شوند باز باید وارد افغانستان شود. چرا پیش از این اول یک بررسی کلی نمی کنند که مطمئن شوند گوشتی که وارد افغانستان میشه با کیفیت است یا خیر؟ مشکل سکتور مرغداری افغانستان همی است که چرا حکومت این کنترل نمی کنه. به دو لحاظ باید که این کنترل شود. یکی مردم افغانستان از لحاظ سنن عنوی به وابسته به سنت های کشور خود و الحمدلله پابند دین اسلام هستند، به وابسته به مواد خوراکی حلال و حرام هستند. امروز شورای علمای اسلامی افغانستان در اینجا بسیار آرام ششتن، هیچ صدای خود بیرون نمیکنن. شما میگین حکومت افغانستان اصلا توجه نمیکنه، خب علت اساسی و مشکل عمده در کجاست که حکومت افغانستان هیچ توجه نمیکنه؟ یعنی ما شما را برتون میگم، شورای علمای اسلامی افغانستان باید در مورد ذبح حلال و حرام باید یک چیزی را یا بگوین یا آواز خود را بلند کنن و یا ایس که این ذبح های حتی ما در فیسبوک ها میمونیم که مرغای را ما با چشم سر مشاهده میکنیم که سرش حتی بریده نشده، سرش بریده نشده. آیا در این زمینه تا کنون علما واکنش نشان داده؟ اصلا نه، اصلا نکردن. خب علما چرا؟ خب و قسمت دومش کیفیت مواد غذایی است. کیفیت مواد غذایی را باید از طریق ارگان های زیربطش، از طریق ریاست وترنری، از طریق وزارت صحت عامه، که صحت عامه در این باره هیچ اصلا اقدامات را تا بال نکرده، هیچ پرسش را وجود نداره. همین گوشت هایی که شما میبینین به عنوان گوشت منجمد یا یخ زده که آمده، اینا هر کدام از اینا بیشتر از 6 ماه در داخل استورا و ذخایر جا نگهداری میشن و بعد از اون میان داخل افغانستان، حتی مارک تاریخ با خود ندارن. اینی پرسش هایی است که باید که حکومت عدم همکاری امیره میگن. خب در این زمینه حکومت وقتی که توجه نمی کنه، وقتی که وزارت صحت عامه توجه نمی کنه، پس نقش عمده وزارت زراعت مال زراعت و وزارت تجارت چی است که در این زمینه اش توجه نمی کنن؟ ما که حکومت میگم در مجموع همه ادارات زیربط در برگیرنده است و ریاست عمومی محترم قرنطینه، وزارت صحت عامه، ریاست وترنری، در مجموع همینا باید که به مواردی که ما اشاره کردیم باید توجه بوده باشه. و در مورد حلال و حرام شورای محترم علما باید توجه داشته باشند به این منظور. این فرم مرغداری هایی که در داخل خود افغانستان و ولایت هایی که در افغانستان از صورت میگیره، چقدر از این فرم مرغداری ها چقدر مثلا چقدر حکومت خریداری میکنه و چقدر تا هنوز نیازمنده های مردم افغانستان در ولایت چی در مرکز رفع ساخته؟ اینمی یک کار بسیار خوب شد که پیشتر ما گفتم سپاسگزاری کردیم از جناب رئیس جمهوری افغانستان که در سال 1395 یک طرح پیشنهادی خودکفایی مرغداری افغانستان ارائه کرده بودیم. در چی چیزا گنجانده شده بود؟ اینه مرد شما میگم در سال 1395 که بر جلسه 23 شورای عالی اقتصادی رئیس جمهور امیر تصویب کرد، خوبترین چیزی که در مابین از او بود بر بار اول
مصرف گوشت مرغ برای قطعات یا شوی قطعات عسکری افغانستان بود که ما سالهای پیش بنابر دو دلیل نمیتونستیم بر از او چیز اشتراک بکنیم بر خریداری ها. که یکی از این بود که اونا اوتر عنوان کرده بودن از لحاظ تدارکاتیش باید که کمپانی ها یا شرکت ها یا اتحادی های مرغداری سالهای قبل باید چیز میداشت، یک قرارداد قبلی باید میداشتن. با اون لحاظ ای با اساس قانون نمیتونستن، ولی امسال خوشبختانه رئیس جمهور امور شامل ساخته، امسال اتحادی ها خودشان و شرکت های مرغداری خودشان شامل تدارکات میشن و خودشان میتونن که بر قطعات عسکری را. خب این پاپریکاتی که فعلا تأسیس شده که شما در رأسش هستین و همچنان فارم مرغداری افغانستان چی در مرکز چی در ولایت ها کی است، چقدر مدت زمان میبره که به طور کامل تا تمام نیازمندی های مردم خود افغانستان، نیازمندی های مارکت ها رفع شود تا دیگه مردم افغانستان یا افغانستان مجبور به این نباشن که از کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان گوشت مرغ وارد کنند داخل افغانستان؟ شما بهتر میدانید که در هر جامعه و در هر کشور ساختار خود کشور و ترقی و رفاه ازی وابستگی به هر دو سکتور میشه، سکتور عامه که دولت است و سکتور خصوصی که امی سرمایه گذارا و تجار هستند. هر دوی از اینا لازم ملزوم یکی دیگه هستن، باید یکی دیگه خود را کمک بسازن. خب چه فکر میکنید در این زمینه بیشتر باید سکتور خصوصی باید اقدام به کار بزنه، بیشتر فعالیت کنه یا اینکه حکومت کدام میشه؟ امیر اجازه بدین من همین سوال جواب میتم که ای که ما تا کدام سال به خود خودکفایی افغانستان میرسیم وابستگی به سرعت و عمل کار حکومت داره که چقدر سکتور خصوصی را کمک میکنه. مثلا ما از لحاظ انرژی برق امیال فوق العاده ما ضعیف هستیم، از لحاظ مسئولیت تامین مسئولیت جانی خود فوق العاده ما پایین هستیم، و تجار سرمایه گذار کسایی که سرمایه گذاری میکنن اختطاف میشن برده میشن، و انرژی برق هم به قیمت بسیار بلند ارائه میشه چرا خریداری میشه، و در پالوی از ایگه تعرفه های گمرکی هست. این مشکلات ها و چالش های هست که باید سکتور مکمل رایش برش باز بکنن، و سبسایدی هاست. و اگر ما بخوایم که امروز حکومت افغانستان که یک دم ایره به پای ساد کنه، بسیار نوپا هست مرغداری افغانستان، تازه است، ما به ظرفیت هایی را داریم قابل ملاحظه که میتونه افغانستان را تکافو بکنه، ولیکن او طرف کمبودیا را داره. باستان با ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید. امروز دور تازه مذاکرات صلح بین آمریکا و نمایندگان گروه طالبان در دوحه برای دو روز برگزار می شود. منابع نزدیک به طالبان می گویند که در این نشست زمانبندی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان روشن خواهد شد و حملات انتحاری و چگونگی تهدید نشدن خاک کشور برای دیگر کشورها نیز نهایی می شود. با گفته این منابع در نشست دوحه روی توقف حملات انتحاری طالبان و حملات هوایی نیروهای آمریکایی نیز رایزنی خواهد شد. از سوی هم گفته می شود که ملا عبدالغنی برادر رئیس تازه دفتر سیاسی طالبان در قطر به دوحه رسیده است. طالبان سفر وی را به قطر تایید کرده است. قبل از این گفته شده بود که ملا برادر به دلیل بعض تزیرات در نشست دوحه شرکت نخواهد کرد. برای بحث بیشتر در این مورد آقای مولوی بحراندین جوزجانی عالم دین در استودیو با خود داریم. سلام آقای بحراندین، به شما خوش آمدید به برنامه. میشه که در نخست بگویید امروز این نشست برای دور پنجمین بار در قطر برگزار میشه، نشستی که بین نمایندگان طالبان و نمایندگان آمریکا برگزار میشه، چقدر در روند گفتگوی سال تأثیر مثبت داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست به شما و همه همکارای شما به تمام بیننده های تلویزیون آریانا نیوز سلام های خود را تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از عرض تقدیم سلام، مسئله ایست که ملت افغانستان همیشه به خاطر از قربانی داده که تا در این وطن جنگ خاتمه پیدا بکنه صلح بیایه، و خواست هر یکی ما ایست که باید به هر قیمتی که میشه به هر شکلی که میشه در این وطن صلح بیایه، صلح ضرورت ماست. اما قسمت صلح برمیگرده به مسئله داخلی ما که میان خود افغان هاست، و قسمت
صلح برمیگردد به مسائل استخباراتی و سیاسی و خارجی که میان ابر قدرت ها و قدرت های منطقه و قدرت های جهان است. البته تلاش های آقای خلیلزاد، تلاش های دیگه دوستا در ارتباط صلح چشم دید است. ما از این بهردین اصلا انتظار شما از این صلح چی است؟ ما انتظار از این را داریم در افغانستان که جنگ خاتمه پیدا بکنه، صلح بیایه. صلح به این معنا بیایه که در افغانستان حق اقوام، حق تیف ها و حق چهره ها و حق شخصیت ها و تمام مردان و زنان مردم افغانستان باید تامین شود. ما خواستار همچون یک صلح هستیم که بیاین دیگه از بیعدالتی تبلیغات علیه هم دیگر دست بکشیم. به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک شهروند و به عنوان یک افغان و ساکن این سرزمین برای همدیگر حقوق قائل شویم، برای همدیگر جایگاه قائل شویم، همدیگر را در ارتباط مسئولیت های شهروندی، در ارتباط مسئولیت های اجتماعی و سیاسی و سایر موارد همکاری بکنیم. ما در پی همچون یک صلح هستیم. خدای نکرده، خدای نکرده در افغانستان صلح بیایه که یا ایچی یک تعداد برادرای ما بخیزه ای صلح را نام مانه ملا سالاری و طالب سالاری، یک تعداد دیگه بخیزه نام مانه و غرب زده و سکولار گرایی. ما از این حالت ملت افغانستان از این فضا خسته است. یعنی ما طرفدار از ایستیم که صلح در افغانستان ثبات سیاسی را تقویه بکنه، بحران سیاسی را از بین ببره، هویت ها را مشخص بکنه، جغرافی ما را به یک امنیت و رشد و ترقی بدل بکنه. ما خواهان این صلح هستیم. هر کسی که چی در سطح داخل، چی در سطح حکومت، چی در سطح سیاسیون بیرون از حکومت یا چی در سطح رسانه از طرف برادرها و خواهرای ما، چه از طرف علمای دین، استادای پانتون و حتی از طرف نهادهای خارجی و بین المللی در ارتباط گام برداشته شما، ما از او استقبال کردیم و بعد از این استقبال میکنیم. خب آقای بهردین، چه فکر میکنید بیشتر در این نشست که امروز در دوحه قطر برگزار میشود بیشتر روی کدام موضوعات بحث میشه؟ خوبی نشست هایی که صورت گرفته در اینجا بوده که آقای خلیلزاد به گفته خود دو چهره داره. یک چهره ای که هم میخواد به افغانستان دلسوزی بکنه و هم تانسته در سیاست های دنیا و امریکا را هم قناعت بده. یک برد خوب در ارتباط صلح برای ملت افغانستان و مردم افغانستان است. و از طرف دیگر طالبا هم افغان ها هست. طالبا هم جزی اینمی مردم هست. دقیقا. به هر دلیلی که به کوه بالا شدن در برابر دولت نظام قرار گرفت. اما ما از این کار کردن نمیتونیم که طالب درست. طالب امروز شاید ما را بد ببینه. ما در برابر طالب، در برابر سیاست های طالب باشیم. اما از این کار کردن نمیتونیم که طالب جزی از این مردم، جزی افغان ها نباشه. اما این نشست ها در مجموع، یعنی چی مثلا در مسکو بوده یا در دوحه برگزار شده یا در جاهای دیگه برگزار شده، این نشست ها ما را باورمندی ما را در ارتباط صلح بیشتر میکنه. اما نفس قضیه، اصل قضیه، کل قضیه برمیگرده به داخل کشور ما، به داخل خاک ما. باید حکومت ما به یک شکل، ببینین امروز در فکر عزیز که لوی جرگه مشورتی به خاطر ارتباط صلح تشکیل شود، یعنی پیش از باید تشکیل شدن لوی جرگه مشورتی باید یک چتر کلان سیاسی به وجود بیاید که او خالیگاه هایی که مثلا در نشست های گذشته در قطر یا در ابوظبی بوده یا در مسکو بوده یا در خود افغانستان در ارتباط صلح خالیگاه هایی بوده که این خالیگاه ها را پر بکنه، یا مثلا نشست مشورتی به خاطر صلح که برگزار میشه، خدای نکرده ای افغانستان به طرف یک مسیر دیگه سمت سوق نته که یعنی ما این حکومت نیمبند و نوپایی که داریم، گرچند ما در حکومت نیستیم، یکی از جمله منتقدان سرسخت آقای غنی در ارتباط سیاستاش بودیم، اما طرفدار از این نیستیم که این نظام نیمبند از بین بره.
افغانستان به طرف یک مسیر بره که روز به روز بحرانش اضافه تر شوه، ثبات سیاسی ضربه بخوره. ما طرفدار این طور یک وضعیت هستیم که در داخل هم شکل بگیرم و اجماع، اجماع جهانی، اجماع در سطح منطقه تا اندازه‌ای به وجود آمده. در داخل هم ملت افغانستان اجماع داره به خاطر آمدن سل، لیکن اینمی نظم بندی شوه، ترتیب داده شوه و جایگاه ها معلوم شوه، حرمتی که برای چهره ها، شخصیت ها در وطن، ملت و توده ها قائل است، باید بر از اونا حرمت گذاشته شوه، حق به حقدار داده شوه، این برد صلح را، حرکت صلح را قوی میکنه. اما نشست هایی که اینطور ادامه پیدا بکنه، خدای نکرده که در اونجا تک محوری باشه، دولت محوری باشه یا در اونجا ارک محوری باشه، اون نشست ها برای مردم افغانستان خواهد بود. که امروز در قطر برگزار میشه دولت محوری نیست و همچنان دولت در این نشست حکومت حضور نداره، آیا بدون حضور حکومت افغانستان این نشستی که امروز در قطر برگزار میشه بازم در روند صلح مؤثر تمام میشه به نظرتان؟ بهتری بود که کاش که سخنگوی شورای عالی صلح هم اینجا می بود که در ارتباط مسائل صلح که مربوط به اونها میشد. همچنان در نشست مسکم بله، نماینده از حکومت حضور نداشت. ما ببینین طالبا تا هنوز آمده نیست که با حکومت افغانستان مذاکره بکنه. یک بود قضیه است. علت چی است که حاضر نمیشن طالبا با حکومت افغانستان مذاکره کنه؟ طالبا هم یکی خوب شاید کسانی که به عنوان حامی طالبا، کسانی که به عنوان سپورتگر و سپورت ماین حرکت طالبا در کنار طالبا قرار داره، اونا شاید در فکر ازی باشه که نظام افغانستان را، یعنی سیاست داخلی و خارجی افغانستان را به یک شکل به دست خود بگیره. خب نفع اون کشور از این بله. نظام چیه؟ خب نه ببینین یک طرف قضیه اما نفسی که طالبا با حکومت نمیشینه با امریکا میشینه، طالبا بر بالای حکومت افغانستان، رهبری حکومت افغانستان، بر بالای دولت، بر بالای تصمیم هایی که دکتر صاحب اشرف غنی میگیره باورمندی نداره. ای گپشان به جای است، ای دغدغه شان ما قبول میکنیم، اما این که طالبا به اشاره باورمندی نداره، آیا حکومت افغانستان اجازه بدین سر همین موضوع میایم که ببینین این قابل بحث است که چرا باورمندی نداره. اما ای که اونا نتونستن بر بالای آقای غنی اعتماد بکنه، باورمندی بر استقلالیت آقای غنی شاید نداشته باشه، یک مسئله. مسئله دوم، شما ببینین صلحی که از طرف دولت با آقای حکمتیار صورت گرفته، امروز آقای حکمتیار از صلح راضی به نظر نمیرسه. بنابراین دغدغه های طالبا باید در لوی جرگه مشورتی در یک چتر کلان سیاسی شریک کرده شود. اما از جانب دیگه مثلا سیاسیونی هم که در نشست های قطر یا در نشست های مسکو اشتراک کرد، در اونجا دولت از این نشست ها ناراض بود، یعنی دکتر صاحب اشرف غنی ناراض بود، سیاسیون هم به شکل ایتور حرکت نکنه، خدای نکرده حرکتشان باعث تضعیف و سقوط نظام شود. یعنی باید مبارزی ما روی یک اخلاق سیاسی باشه، چی یعنی ما خود به قاعده سیاسی عیار بکنیم، هم دکتر صاحب اشرف غنی، هم ملت افغانستان، هم سیاسیون. شما ببینین امروز من نمیتونم بر بالای جناب دکتر صاحب غنی باور بکنم. به خاطر چی؟ جناب امرالله خان سالی یک چهره سیاسی است، یک آدم مطرح است، یک دانشمند است، تحلیلگر است، مسائل استخباراتی، قضیه های استخباراتی را خوب میفهمه، لیکن هنوز عضو کابینه نیست. به عنوان یک فرد رسمی که مسئولیت از جانب مردم افغانستان گرفته باشه نه نامده. اینها کسایی که در حکومت است اونها در جلسه های حکومتی حضور نداره، اما آقای سالی امروز به عنوان فرد درجه دو میره با آقای رئیس جمهور در جلسه مونیخ. این خواست مردم افغانستان نیست، از آقای سالی و از رئیس جمهور ما قانون شکنی را، نقض قانون را توقعش نداریم. یعنی دولت از این فرصت ها، از هر فرصتی که پیش روی میاد به نفع خود استفاده میکنه. اینه در همینجا فرصت کمش است که ما و شما در ارتباط صلح در حضور مردم افغانستان صحبت میکنیم. باید این از این فرصت دولت به نفع خود استفاده بکنه. یا مثلا سیاسیونی که در جلسه مسکو اشتراک کردن، درست دولت از این نارضایتی نشان داد، اما ای کاش دولت باید از این به نفع خود استفاده میکرد تا اینکه خود از بحران بکشه. شاید پاکستان، ایران به این فکر باشه که ما را به بحران ببره، لیکن چرا علت چی است؟ مشکل چی است که دولت به نفع خود استفاده نمیکنه و ناراض میشه؟ چرا علت اینمی ما گفتم خود تک روی هاست، تک میوری هاست، تک تازی هاست، حرمت نگذاشتن برای مشوره مردم، برای جایگاه های سیاسی که از طرف توده ها، از طرف اقوام افغانستان حمایت میشه، علت های نمین هست، علت نمی خودخواهی هاست که ما هنوز هم امو با مردم خود سیاست میکنیم، با دنیا صداقت میکنیم. نه،
باید ما بیاییم با مردم خود صادق باشیم، با ملت افغانستان صادق باشیم، با دنیا سیاست بکنیم. ملت افغانستان منتظر همچون یک روزی است، اما متاسفانه امروز به خواست شما به عنوان یک خبرنگار در وطن ارزش قائل نمیشه حکومت، به خواست ما به عنوان یک ملا یا به عنوان یک تحلیلگر ارزش قائل نمیشه، بخواست یک چهره سیاسی که ملت عظیم در پشت از او قرار داره. ببینین با جنرال سیب دوستم چی نوع معامله سیاسی صورت گرفته ای وطن، با امازیا خان چی نوع معامله سیاسی صورت گرفت، یا مثلا با آقای کرزی چی صورت میگیره، با رهبرای جهادی یا با دیگه چهره ها تیف ها. ما به عنوان یک عالم دین، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک مسلمان باورمندی ما ایست که زن افغانستان باید حرمت گذاشته شود، برای دیدگاه مرد افغانستان باید حرمت قائل باشیم، برای تیف ها و چهره ها باید حرمت قائل باشیم، برای جایگاه ها باید منزلت و مرتبه ای که مردم داده برای از اونها حرمت قائل باشیم. یعنی ما برای کسی که رای میتیم، کسی را که به حکومت میرسانیم، کسی را که به ارک میرسانیم، این خادم مردم افغانستان باشه. درست ما برای به هر شکلی که باشه به عنوان زعیم خود قبول کردیم، اما هو هم خود خدمتگذار مردم بودانه، نه اینکه به یک دیکتاتور، به یک مستبد تبدیل شوه. ما از حرکتایی که دولت کرده به خاطر سلاح مردم افغانستان، رشد و ترقی مردم افغانستان، این برای ما قابل قبول است. لیکن در جاهایی که چی در ارتباط صلح، چی در ارتباط حمایت از نیروهای امنیتی، چی در ارتباط حمایت از مردم افغانستان، خالقه هایی که داشته، زوفی که داشته، باید ای را بیاره پر بکنه با چهره ها، با شخصیت ها، با انسان های تاثیر گذار. اما حرف را به درازا نکشیم که اینجا مسئله صلح هست. نشست در ارتباط صلح هست. این نشست، این نشست شما ببینین، درست صلح در نتیجه میان یک دولتی که در افغانستان امروز دنیا قبول کرده به رسمیت شناخته، دولت جمهوری اسلامی افغانستان. دکتر سیب اشرف غنی یک فرد است. دولت ما دولتی است که به خواست مردم افغانستان اینمی گپ بوده، اما در یک طرف که جبهه نظامی و جنگی که امروز جبهه خود تبدیل کرده. اجازه بدید برنامه کم است، اگه میشه خلاص یک سوال آخر میخوام از پیشتون پرسون کنم. حالا که این نشست بین نمایندگان طالبان و نمایندگان دولت آمریکا است و در این نشست ملا عبدالغنی برادر هم حضور داره، چه فکر میکنه حضور ملا عبدالغنی برادر در این نشست چقدر میتونه در روند گفتگوی صلح افغانستان مثبت تمام شود و مردم افغانستان چقدر باید انتظار و امیدواری داشته باشند که واقعا صلح، یعنی به این نزدیک صلح در افغانستان میآید؟ ما در طرف افغانستان هم قربانی دادیم که استاد برهان الدین ربانی شهید صلح افغانستان قربانی شد به خاطر صلح. ملا عبدالغنی برادر هم چند وقت در زندانهای پاکستان قربانی تلاشای صلح را دیده. پس یعنی اگر طالب ما را متهم میکنه که این چهره میتونه که در بله، بند صلح بله، بله، مستتم شود، همچنان که اشتراک و تلاش آقای خلیلزاد در ارتباط صلح مؤثر است، حضور ملا عبدالغنی برادرم به عنوان یک فرد کلیدی طالب و یک چهره سیاسی که یعنی هم در کنار یک چهره اسلامگرا بودن خود ملیگرا هم است، وطن دوست هم است، افغان هم است و به افتخار هم میکنه، این تاثیر خود داره. اما گپ اصلی اینجا است که تلاش هایی که از جانب حکومت در ارتباط صلح در ابتدا شروع شده بود که شما ببینین دکتر سیب اشرف غنی با کدام شدت ای را پیش می برد، لیکن اینمی تلاش ها را امروز دکتر سیب غنی یا دیگه سیاسیون قربانی های بعضی حرکت ها نکنه، ای بازم به ضرر ما تمام میشه. دکتر سیب اشرف غنی به عنوان یک رئیس جمهور باید از هر فرصت به نفع مردم افغانستان استفاده بکنه و قضیه صلح را به نفع مردم مهار بکنه و تا اینکه خیر مردم افغانستان او در نظر گرفته شود. مهم نیست که ما در اونجا ضرر ببینم، دکتر سیب اشرف غنی ضرر ببینه یا شما، لیکن در مجموع ملت افغانستان ضرر نداره. تشکر نگه. آقای مولایی بهرالدین جواز جان عالم دین از حضورتان به برنامه تشکر. سلامت برنامه آغاز روز همینجا به پایان میرسه.